سلام. ایمان سری زد چه سری زدم مچه ایدم دارم پارده. بله بفرمایی تو بفرمایی. ما ایدم بچه ها دارن روی تنجنت عجیبی میرن و اسمای عجیب دارن میارن و گفتم سری دکیه زبطه بذارم بچه ها رو تم کنترل کنم. توی این خونه تنها مدلی که بتونیم بچه ها رو کنترل کنیم دکمه زبطه. یعنی هیچ چیز به هیچ چیز دیگه بچه ها قانه نیستن، فقط دکمه زبطه که میتونه آرومشون کنه. دهنه رو ببنده. آره. چه خبر؟ کارون خوبی؟ خوشی؟ سلامتی؟ آله. آره بد نیستم. اشغال براه؟ اشغال صد در هفته یه عجیبی داشتیم. عجیب هفته ترین هفته ممکنه. تو اولیش آره؟ یعنی خانم چقدر چرت و پرت اولیش بگیم. ببین من اپیزودو داشتم میدیدم یه چند ثانیه شو. فکرم گین میکروفون ها عوض شده داره. من نه. مثلا یه ذره اینجوری. همیشه اینطوری بود. همیشه اینطوری آره. بود. هم یه دو سه تا کامنت هم داشتیم که برای کارون پای میکروفون بخرید. من همینجا میخوام بگم که من به مقدار 32 تا الان پای میکروفون اینجا دارم ولی استفاده نمیشه. من معذب میشم پای میکروفون من محدود میکنه. مثلا من یهو دستم اینجوری. خیلی ببین ما با من خیلی چیزا به ما میگفتن ولی یکی از جمله‌ای که من میگم همیشه اینه که من خیز دلم میخواد ولی نمیشه. خدای میشه دیگه. این تو زندگی قبلیش از این موجیا بوده که اعیاد میرفتن گزارش میگرفتن. این میرفت و رأی اولیا سوال میکرد. میخواسته خیلی اجایل باشه از پشت بوته یو بپره رأی اولیا. رأی اولیا یادش بخیر. میخواد محدود نباشه، آدم فری فلویه. آزاده. تو چه خبر؟ منم سلامتی خوب بوده. اشغال کردی ها؟ چرا اونو باز کردی؟ درست ببینیم نه باید ببینید دیگه. چرا؟ نه ورش کن اصلا، کارش نداری. آره نه محال دو ورش کنید اون رو نمیخوام ببینیم. نه اصلا پرت اون میشه خودمون. آره دقیقا. خب گل پوینتی دیگه نه چون ما که این وریم. نه همون دیگه داری تو یه وری دیگر نگاه میکنی، نه ما رو نگاه میکنی نه دوربینا رو. نه خب بابا مثلا یه ثانیه من نگاه میکردم یه رو اینجوری بود. تو چه خواهد؟ چشارو تیز بکنه. خیلی عالی. من هفته پیش از خودکست که رفتم عصرینا یه سرفتم کاسکو، یه فروشگاه زنجیره‌ای. خیلی هم حرف از کاسکو زده میشه. آره تو چرا میری کاسکو؟ تو میری خرید رفتی کاسکو؟ من رفته بودی هفته پیش. من رفته بودم. آه تو رفته بودی. اوکی. چون معمولا میرن مثلا تو میری برای یه ماه میری. خب ما هم خیلی وقت نرفته بودیم. آه خب حالا آره. خب من یه نفرم بعد کاسکو برای خانواده. بچه دو نفرن دیگه حالا. یه من یه نفر حالا. نه منظورم که زیاد میمونه دیگه، چون تو هر یه بسته همینه دارم میگم. مثلا 4 نفر طراحی شده. نه درست دارم میگم، یعنی میگم که مثلا وقتی میری برای مدت زمان زیادی میمونه غذاها. نه آخه ما یه کاسکو رفتیم چند وقت پیش، فقط رفتیم دور زدیم توش با ایشون و ایمان. با ایمان آره. آها ایشون. خرید نکردیم فقط لذت بردیم. نه میدونم رفتن غذاها رو تست کردن. نه دیگه غذا نمیدن. چرا میدن؟ نه عزیزم نمیدن. من میگم نمیدن. من میرم میبینم میدن. گذاشی دهنتون غذا رو یا نه؟ بله میدن اونجا. جدی دارن غذا میدن باز؟ آخه بعد کووید حالا میخوان یه بک‌گراندی بدیم. باز کلا چیزی که میگه اشتباه، مثلا میگفتی فلان مدل چیزو نمیارن میارن. من هفته پیش پیدا کردم استیک. بله تو شهر ما گفتم نمیارن. اون که تو بابا شاید دقیقاً گفتم تو شهر ما نمیارن. یه تنشنی بین بچه‌ها هست از صبح. نه از صبح همه ما یه تنشنی داریم. یعنی هفته اینقدر عجیب گذشته همه. بذار کاسکو رو بگم. کاسکو یه فروشگاه عمده فروشی طوره، درسته عمده فروشه. آره دیگه. تو همه چیزو تو حجم خیلی بالا و زیادی میفروشه. مثلا سس مایونز دبل ایکس لارج تو 4 تا توی یه پک با همه، یعنی نمی‌تونی بخری. آره. بعد این قبل این بیماری منحوس توی هر چیزی، توی هر آیل منحوس، توی هر آیل نمیخوام ردیفی راه روی یه حالا خانم آقای وایستده بودن به تو، یه مثلا یه محصولی داشتن چیزشون میدادن، تستر آره یه سمپلشون میدادن، میتونستی تست بکنی. بعد خب ما هم که اصلا به یه دونه هیچ وقت من چیز نمیشدم، قانه نمیشدم، میرفتم میمدم میگفتم یکی دیگه بده. چرا؟ یه بعضا وای میسادم باشون داشی میکردم میگفتم چند تا بده و میدادم و خیلی هم نایسن اصولا.
بعد این کووید لعنتی چی بگه من... مثلا وقتی وایسای تو روی خانم میگه مثلا چند تا بده، خانم بگه نه نمیدم. نه خب بعضا شده بود که میگفتن لیمیت محدوده، نمیتونی مثلا بیشتر یه دونه بدی. بعد من گفتم حالا یه دونه هم نه، یه دونه اضافه تر نمیتونی بدی. میگه باش بیا مثلا دو تا ببر، همیشه بخوا، هیچ وقت چیز نکن، نخوا. بعد این بیماری که اومد دیگه اینا بیماری که اومد دیگه این تست رو از بین رفت دیگه، نبوده تا الان که کارو میگه هست، ولی من نمیتونم. نه فکر کنم تو رو میبینن جمع میکنن. نه اون شب نبود دیگه، فرزاد اینا رفت دیگه، تو رو میبینن جمع میکنن. ولی این از ولی بچه‌ها میرن. چی اگه خودت؟ من هفته گذشته که عجیب درگیر ماشین بودم. زخم داره تو بدنش. نه واقعا زخمم کردن، واقعا زخم شدم. درگیر اون بودم و کار و یه سرمایه ریز خوردم و آره میگم جالبه، دیشب فهمیدم چرا سرمو خوردم. من مثلا یه دو سه روز بود سرمو خورده بودم و اینا، بعد خیلی مثلا سردم میشد موقع خوابیدن، دو تا پتو مینداختم با پولیور میخوابیدم، اینطوری بودم که خدایا اصلا امکان نداره، من آدم سرمایی نیستم، اصلا امکان نداره من سردم بشه. من توی اصلا منفی 11 درجه گوشه اصلا باز میکردم راحت میخوابیدم اینا. و این چند روز که خیلی سرد شده بود، یه چند روز الان ونکوور خیلی سرد شده، از سرمای عجیبی داریم رنج میبریم. دیشب خوابیده بودم صرفای 4 صبح بود. ببین یه لحظه مثلا بلند شدم گوشیمو چک کردم دوباره بخوابم، دیدم بالشم یخ. ببین بالشه اصلا یه جوری یخ شده بود، پشم ریخته بود. بعد گفتم آقا این عادی نیست، یعنی من مثلا 2 ثانیه سرم رو این بالش برشم این شو اینقدر سرد شدن اصلا امکان نداره. در این چیزی بعد بازی. فهمیدم که سیل این دری که چیزه در تراس اینجا تا شده بود، دره بسته نمیشد. یعنی من دره رو که میبستم طوری مثلا چند ثانی بعدش اینطوری فقط لبش وا میشده. خب تو هوایی که میمد تو رو حس نمی کردی؟ اونقدر آخه رفته بودم زیر پتو فقط مثلا دماغم بیرون بود دیگه، سرد بود. بعد دیگه دیدم که آخه بعد منم حالا یه اشتباه دیگه که میکردم که خب الان بهش تازه پی بردم این بود که سرم رو میذاشتم لب پنجره. یعنی قشنگ آره، یعنی از اون بالا میشست هوای سرد نیومد پایین. و دیگه دیشب ساعت 4 صبح اون تایی که خورده بود سیله رو باز کردم و در رو بستم و یه ذره خنک، یه ذره گرم شد. حالا جالبیش اینه چند روز بود کوروش میومد پایین خیلی اینجا سرده، سرده حالا میگوزش که اینجا خیلی سرد شده. گفتم تو چه سردی؟ سردی نیست. حالا دیگه تو طول روز مثلا آدم بدنش گرم میشه دیگه احساس نمیکرد، ولی موقعی که اینجا اینجوری شده بود آره دیگه همینجا. میدونی که اگر اهل اصفهان بودی اینو سریعا متوجهش میشدی، چون ما ید طولایی داریم تو این که بفهمیم یه جا داره سوز میاد. همیشه باید بریم این سوز رو پیدا کنیم و به قول کانون بهش بپردازیم. این بده همه تو اصفهان باید سب میکردیم این روی فرزاد رو میدیدیم تو اصفهان دنبال سوزن همه یه جا سوز میاد. آره خالصه یه جا داشت سوز میومد و شهیدم داشت سوز میومد و بعد دیگه سورسشو پیدا کردم و تونستم درپوشی بر روی اون سورس بذارم. خدا رو شکر دیشب به خاطر همون سرما خورده بودی؟ آره واح. آره یه ذره چیز شد. نه ببین سرما خورده بودم که صبح که بلند میشدم گلوم درد میکرد، مثلا تو طول روز باز بهتر میشدم، بعد دوره شب که میخوابیدم بد میشد. میگم یعنی شبه یه اتک عجیبی به بدن آدم میزد و تو طول روز مثلا تو چه میدونم دو تا قرص میخوردی و چه میزد چای گرم میخوردی اینا بهتر میشد، دوره شب که میخوابیدی دوره، یعنی صبح که بیدار میشدم به مراتب حالا بدتر از طول روز بود. تو حس چشایت برگشت نه؟ یکم آره الان این هفته خیلی خوب بود. دیگه اگه برنگشته بود دیگه با این حجمی که تو داری میخوری دیگه شوکی به اون پرشن برگشته بود دیگه. آها درسته اونجا درسته، آقای میره و میاد مثل بومرنگه. درسته بریم سر اپیزودمون. من نگفتم من اصلا کاسکو رو هایجک کردید. اوه داشتم میگفتم بگو ببخشید. من چرا بگید بگید. بعد من چند وقتی بود کاسکو هر مثلا هر چند وقتی با یه سری محصولات خاصی میاری، تازه
توی یه سری از لوکیشناش هم هست. یکی از این محصولات چاقوه، یه برند چاقوی آمریکاییه که خیلی باحاله، چاقوهای آشپزیه مثلا زامندار و اینا نیست. بعد من خیلی هم گرون قیمته، مثلا یه چاقو خیلی کوچیکش تو دوربینش انقدی مثلا 80 دلاره. خیلی خفنه، ولی بهترین چاقویی که شاید دیده باشی تا حالا. من هم زنجان به تو فکرم بود آقا اینو من یکی از اینا باید بگیرم، نمیشه فلان. بعد همیشه میرفتم که بردارم و نمیذاشتم، و تو ذهنم نمیتونستم 80 دلار پول بدم برای چاقو اینا. بالاخره دیگه اون شب گرفته بودم، خلاص گفتم من پول میدم. چسب زخمو کند. بعد رفتم یه سری خیارینا گذاشته بودن اونجا. ریپت بندید. یه سری میوه گذاشته بودن که شما تست کنید چاقوهای مختلفو، چون سایزهای مختلفو اینا داشت. بعد من شروع کردم یه دونه خیار برداشتم، مثل این آشپزا هست اینطوری. داشتم لذت می‌بردم اینا، یه لحظه چاقوی گرفت انگشتم، کنار ناخونم و قشنگ. بعد چرا با چیزای چندش میای هر دفعه؟ اسفام شدم، خودم جمع شدم و خون خیلی. بعد من وسط خرید بودم، یه بسته چاقو بهم دادن، بردنم توی فرست اید روم. نیم ساعت اونجا نشسته بودم، من اون گفت نمیخوای بری، گفتم نه اینجا خیلی راحته. نشسته بودم روی تخت. کردیت چی دادم؟ نه هیچ نه. لایبیلیتی با اونا نبوده. بعد طرف فرسیدی میگفت دیگه چاقو رو نمیخری. نه گفتم نه میرم میخرمش اتفاقا. این چاقو نشون داد که دستشو خیلی خلاصه. با اخبار چیکار میکنید؟ دوری و دوستی. اخبار خیلی وزخیته. اینقدر تو توییتر بودم این چند روزه اصلا. آره نابود شده. الان جای کلاب هاوس گرفته توییتر دیگه تقریبا. کسی کلاب هاوس میرید شماها؟ من اپشم اصلا پاکم. آره اپشون دیگه ندارم. توییتر آخه الان یه زیگاشه به نام سپیسز دیگه میره اونجا صحبت میکنه اینا. من زیاد اسپیسز مرتبط ندیدم، همش در رابطه با چرا یه چند تا چیزی بود. که برام جالبه اینه که خیلی ها الان صاحب نظرن توی فکر میکنن که صاحب نظر هر کسی یه نظری داره میده که چه اتفاقی قرار بیفته، ولی من مطمئنم که هیچ کدوم از اتفاقایی که مردم میگن نمیفته. یعنی خیلی اوضاع پیچیده تر از این حرفاست. یکی میگه که چه میدونم اوکراینی‌ها خودشون دلشون میخواد مثلا با روسیه باشن، میخوان بیان مثلا با روسیه. یه سری میگن که نه جنگ میشه بعد اینا دیگه ناتو شروع میکنه جنگ سوم شروع میشه. بعد که امکان من به نظر من حالا اتفاق نمیفته. یه سری میگن که روسیه عقب نشینی میکنه، برای چی؟ دیوانه است تا اینجا اومده حالا عقب نشینی بکنه برگرده بگه حالا اوکراین پس بگیرید. میگه نمیدونم، یعنی احساسم خیلی پیچیده تر از این حرفاست که بخوایم بفهمیم چی داره میشه، برای من حداقل. ولی اتفاقی که داره میفته عجیبه. یعنی هم داشتم به بچه‌ها میگفتم مثلا اوکراین اگه بدون یکی میخواد بهت حمله کنه بعد دیگه تانکاتو میذاری دیگه اونجا به عنوان حتی دیوارم شده میچینی، نمیبری مرز جنوبی تانکاتو بذاری. آخه از همه برمونه، نمیدونی که آخه اولین جایی که میخواست بیاد کی همیشه هم گفته بود میخوام بیام کییف دیگه، گفته بود میخوام بیام پایتختو بگیرم. میاد از شمال، از بلاروس میاد، از شرق خود روسیه است، از پایینم که اون کرایمیا دیگه کریمه میگفتن، از همه جا داره. آره از ضعیف ترین جایی که داره میاد از غربه که خب چون مرز نداری، ولی از همه بر داره میاد. بعدم اینا چیزای پیچیده است دیگه، ما که دور میشینیم خیلی سخت فهمیدنش. ولی من این چند شبه قشنگ فاز این باباها رو داشتم که اخبار میبینن شدید. آره. شروع میکردم از الجزیره میرفتم روی کجا میبینی؟ یوتیوب لایف داره میبینم الجزیره، میرفتم رو دویچه وله، میرفتم فرانس 24، بعد میومدم MSNBC، بعد CNN، همینجوری اینجوری. بعد دو شبم خودم رو پیدا کردم ساعت 2 صبح رو مبل خواب بودم، اخبار باز بود. بعد یه بارش شب دوم حمله بود، خبرنگار الجزیره تو بالکن وایساده بود داشت صحبت میکرد، بعد مثل که همون لحظه حمله شده بود. بعد این داشت میپرسید از اینا که این ور بودن میشنوید صدا رو یا نه. من از خواب با صدای اون بیدار شدم، چیو میشنم اینجور داشتم نگاه میکردم. بعد خیلی عجیب خیلی بود. همون مصاحبه بود یه جلیقه زده گل پوشی، همشون میپوشن. آره همشون نه یه لحظه جلو دوربین دلا شد، نمیدونم اون تیکاشی که خواب وقتی بیدار شدم داشتم صدا رو میشنیدم. الان که نگاه میکنی همشون اون جلیقه رو پوشیدن. بعد
یه زی خیلی کوچیک بگم. ولی یه زی جالبی که وجود داره، یه سری فیلم ها هست که داره الان مثلا پخش میشه توی توییتر و اینا که این اصلا هیچ ربطی به این جنگ نداره. مثلا یه نشه که هواپیمای میاد دارن مثلا سعی میکنن بزننش، هواپیمای قوی میاد یه جا رو میزنه، مال 6 سال پیشه مثلا، مال امسال نیست. یه سری از این ویدیوها هست که آره میس اینفورمیشن خیلی زیاد توش وجود داره. مثلا یه سری ویدیوها هست که مثلا مال ان سال پیش مثلا مال یه جنگ دیگه بوده یا مثلا یه رژه نظامی بوده و اینا، ولی الان داره به عنوان ویدیوهای مثلا چیز پخش میشه. صبح یه دونه صبح یه دونه کلیپ دیدم که حالا خیلی هم لایک خورده بود و مثلا نزدیک 190 200 هزار تا لایک اینا خورده بود، الان ریتوییت شده بود، منبع انگلیسی بود، از یه سری سرباز روسی بودن. مثل اینکه اینا یه سریشون به کمبود سوخت و غذا افتادن، یه سری گروه روسیا. آره روسیا. بعد داشت با اینا حرف می‌زد، میگفت اصلا ما نمی‌دونستیم این جنگه، فکر کردیم رزمایشه، به ما فول مثلا کامل نگفته بودن که داریم میریم جنگ. آره. اولش میلیتری آپریشن بود اسمش، بعد آره. الان اینویژن. از اونور اون پروپاگاندای روسیه تو کشور خودشون هنوز داره میگه میلیتری آپریشن. آره بعد سربازه اینطوری بود که اصلا ما نمی‌خواستیم هیچ وقت بیایم. آره یه سری از اینا اصلا گیر افتادن. من یکی این شبکه‌ها رو می‌دیدم دقیقاً همین فکر کردم. تو هم پس همچین چیزی رو دیده. آره دیده. توی یکی این شبکه ها داشت میگفت یه گروه از این سربازای روس دارن خیلی نزدیک بودن، درست اطلاع رسانی نشده بود که چه خبره اینا، بعد اینا گیر اوکراین افتادن. بعد این رئیس جمهور اوکراین هم خیلی آدم جالبه، ببین بازیگر بوده طرف، کمدی هم بوده. آره جدی؟ خب بازیگر کمدی هم بوده. آره بعد ولی خیلی جالب داره چیز میکنه، آمریکا بهش پیشنهاد داده که ما میتونیم تو رو از اوکراین خارج کنیم. خیلی وقتا این کارو میکنن، حالا رئیس جمهور خواست از ایران جنگ که میشه فرد فرار میکنن. بعد این گفته که نه من به جای راه فرار مثلا به من مهمات و اینا باید بدید. یه جمله ازش هم خیلی جالب بود، به روسا گفته بود که شما بیاین چهره ما رو میبینید نه پشت سر ما رو. خیلی قشنگ گفته بود. البته حرف زدن یه چیزه، واقعا عمل کردن هم چیز دیگه است. حالا کف خیابونه نمیدونم یارو کف خیابونه، ولی خب به هر حال کلا جنگ که برنده نداره. حالا یارو قلدر بازی هم در بیاره تا آخرش هم مثلا وایس اونجا، نه اصلا بحث قلدر بودن نیست، چون قلدر بازی رو که کسی دیگه ای داره در میاره، وایس داره. این که آره حداقل در ظاهر این فرق داره با سیاستمدارای دیگه ای که ممکنه ما دیده باشیم. آره. ولی اتفاقات جالبی هم میفته، این که گفتن مردای 18 تا 60 سال رو نمیذارن دیگه از مرز خارج شد، یه سری دارن میان لهستان و مجارستان و اینا. مال کجا؟ مال اوکراین. آره بهشون میگن برگردید سلاح میدن که برن به جنگ. اینا مالا جالبه، نظرات مختلف یه قضیه هست. یه وایس اومده از دقایق آخری که یه سری سرباز توی جزیره بودن، سرباز اوکراینی، اون خیلی جالبه. بعد کشتی روس بهش بیسیم میزنه که بیسیم نیست، حالا نمیدونم یه جوری بهشون میگه که ما اومدیم محاصرتون کردیم و تسلیم میشید. هی تکرار میکنه اینا جواب نمیدن و اینا، بعد آخرش جواب میاد که ما تسلیم نمیشیم، برو به جهنم، یه همین چیزی. بعدم روسا میزننشون همشونو میکشن. ولی خب تا این حد مثلا چیز باشی دیگه. آره اون 13 تا رو اوکراین بهشون نشانه شجاعت داد، روسا از اونور گفتن نه اصلا ما نزدیم، اینا تسلیم شدن. آها. یکی اون بود، یکی دیگه هم یه خلبان اوکراینی بود تو یه روز 6 تا هواپیمای روسو زده، به اسم گوست معروف شد، اونم خیلی سر و صدا کرد تو یه روز 6 تا. فکر کنم رکورده، میگه که دو سه تا از رکوردهای چیز برای ایران ها. F14 مگه ما داشتیم؟ F14 داشتیم، تامکت ها دیگه. خب چیه رکورده؟ که با یه دونه موشک 3 تا رو زده فکر کنم، یه خلبان ایرانی زده وسط، زده به یکیشون، بعد این دوتا کنار هم دیگه بودن با هم ترکیدن، لاشه یکی دیگه شون هم خورده به یه سومی. یکی از یه دو سه تا از این چیزا برای ایرانه، رکوردای حالا نمیدونم واقعا جنگ رکورد داشته باشه خوبه یا نه، ولی این رکوردای دیستراکشن برای ایران، ولی خیلی وزخیته کلا. خیلی مگه دوستای صمیم، اگر دوستای صمیم کیف بود الان، ولی باش که صحبت کردم اینه مثلا 3-4 روز خبر نداشتم ازش، بعد تکست داد و اینا گفت آره ما متواری شدیم توی روستای اطراف، توی مثلا حالت پناهگاه طور اونجاییم فعلا اوکی، ولی هیچ ایده ای ندارم که داره چه اتفاقی میفته و اینا.
خب من سوالم اینه که الان مثلا روسیه آدما رو که نمیزنه که داره پایگانی آدمای معمولی هم داره میزنه؟ ندیدید با من زدن وسط ساختمون با تانک میرن رو ماشین مردم. آره خب که چی بشه توی جنگ دیگه. نه آخه مردم معمولی چیکار دارن؟ آخه مردم هم دیگه جنگ دیگه مسلح کردن دیگه. مردم مسلح هن؟ همینو میگم دیگه. شون آدم های 18 تا 16 یا 18 تا 60 ساله 18 تا 60 آره دارن تفنگ میگیرن و فیلماش هست جالبه. بعد آخه بازم آخه کاری نمیتونم بکنم بلن... یعنی من کل آره. پوینت هم اینه تو مقابل روسیه کناش... که نمیتونی کاری بکنی دیگه. خب چیکار کنن؟ تسلیم شن دیگه. وقتی که نیستیم جاشون که بدیم. نه واقعا نمیدونم. نه کلن خیلی اونجا مناسباتشون پیچیده است. چند وقت پیش اگه یادتون باشه قزاقستان شلوغ شده بود. بعد خبر می اومد که حکومت خیلی بد داره با این آدم ها که بهش میگفت شورشی برخورد میکنه. من همون اول که خبر دیدم حسم این بود که یه شرایط مشابه ایرانه، مثلا یه سری ها دارن اعتراض میکنن بعد حالا حکومت اونجوری خیلی سخت جلوشون وای میسته. بعد ما یه دوستی داریم اینجا که مال قزاقستانه، ازش پرسیدم که داستان چه خبره، انتظار داشتم یه همچین جوابی به من بده. میگم مناسبات پیچیده است برای این، اصلا ما نمیدونیم اون دور و ور چه خبره. این با اینکه حالا قزاقه ولی خیلی طرفدار روسیه است. بعد داشت برای من توضیح میداد که بابا اصلا این قزاقستان اگه مثلا روسیه نباشه هیچ چیزشو نمیتونه اداره کنه، کاملا سیاسی اقتصادی و نظامی وابسته به روسن. بعد میگفت اینا اصلا معلوم نیست کیان، اینا واقعا شورشگر بودن، ریخته بودن تو خیابون، نمیدونم آبربانک رو میزدن، نمیدونم ایستگاه قطار و مترو، نمیدونم اتوبوس و اینا رو میزدن، فروشگاه رو میزدن. بعد دیگه یه جاش یه چیزی گفت دیگه من اونجاشو واقعا اصلا نمیفهمیدم. گفت الان مردمم خیلی شاکیان چون تو مدیای اینور درست بازتاب داده نمیشه، مثلا ما که اینور بودیم فکر می‌کردیم اینا ممکنه مردم عادی باشه، من هنوزم نمیدونم واقعا چی بود. گفتش که حالا خانواده من هم میخواستن تفنگ بگیرن اینا رو از بالا بزنن. آها این اصلا تو یه رفتاری که تو از آدم های شهروند معمولی هیچ کشور دیگه ای تو نمیشنوی. بعد اونجا ولی داستانی که خب اون قزاقا ظاهرن حالا حکومتشون و اکثریت مردمشون خیلی طرف روسیه. هرچی به سمت غرب میای این اتفاق این کمرنگ تر میشه. مثلا همین اوکراین هم اینا 91 از شوروی جدا شدن دیگه، خب تا مدت ها که کامل خیلی ارتباط نزدیکی با روسیه داشتن، از یه جا به بعد کم کم شروع کردن فاصله گرفتن و اصلا کلان پوتین و اینا سر همین داستان مشکل دارن، چون فاصله بگیرن میرن به سمت غرب، برن به سمت غرب ممکنه وارد حالا ناتو بشن، وارد ناتو شدن هم یعنی که ناتو داره به مرزهای روسیه نزدیک میشد، این داستانا که همه میدونن. بعد مثلا 13% اوکراینیا روسن، 30%شون زبان روسی بلدن، به زبان روسی زبان اولشونه، ولی 75% کسایی که 91 به بعد به دنیا اومدن ترجیح میدن که به سمت غرب متمایل بشن، یعنی اقتصاد و حالا دیپلماسی غربی رو ترجیح میدن تا روسیه، که اینو مثلا نسل قبل ترشون رو نگاه کنی احتمالاً کم رنگ تره دیگه، بیشتر مایل به شرق و حالا روسیه بودن. خوزی خیلی مناسبات پیچیده‌ای دارن اونجایی ها. یه اتفاق جالب که افتاد این بود که ولیعهد سوریه میشه، سوریه رئیس جمهور داره بشار اسد، بشار گفتش که تاریخ داره خوش اصلاح میکنه و این باید برمیگشت، یه اتفاق بدی افتاده بود شوروی جدا شد و الان درستش اینه که داره اصلاح میشه. ولی خب خودشون هم الان اگه اینطوریه که خودشون هم برگردن به چیز عثمانی دیگه، یعنی قبل همه اونا اتومن امپایر اصلا چیزه دیگه، مسخره است دیگه. این موزگیری هایی که این رهبره کشوران خیلی طالبان هم بیانیه قوی داد، طالبان خیلی بیانیه قوی چی گفتن؟ گفتن بهترین چیز بیطرفیه، یه هم چیزی گفتن، دعوت کرد روسیه و اوکراین رو به صلح و آرامش طالبان. بعد توی یکی این گروه های فوتبالی یه چیز جالب نوشته بود، نوشته بود این کار مثل اینه که فوتبالیش این میشه، محمود فکری بیاد فوتبالی ها رو به ادب و نزاکت دعوت کنه. محمود فکری فوش خارمادر داده بود فیلمش در من، نمیدونم کنانی زادگان بیاد به خانواده دوستی و ازدواج و اینا دعوت کنه، همونی که میخواست تو اتوبوس تیم ملی کیو بزنه زمین.
نمیدونم ابراهیموویچ آدم ها رو به افتادگی و فروتنی در طالبان اوزه خیلی خیته عزیزان درم کسی که اومدین بشنوین اوزه خیته امروز بچه ها از سطح انرژی پایینی برخوردارن. رهبر جمعه جگمیت سینگ کیه؟ جگمیت سینگ دیگه مال دیدیفیه اومد پوتین رو بگه تو نشست خبری بگه گفت پوتین آه اون قضا آره هر شد گفت پوت پوت پوتن پوتین خودش معنی بعدی میده تو فرانسوی آره الان دسته تا فوش خواه مادر دادی بریم اپیزودو شما الان مارک شدی روسیه که بری یه پخ بکنن همه رو لو دادی چقدر میم در اومده سلام، اینجا خودکسته پادکست خیلی خودمونی. من ایمان هستم، یکی از میزبان‌های این برنامه. در کنار من کارون و فراد و فرزاد نشستن. سلام. جونم براتون میگه که امروز اپیزود 312 ماست. ما برگشتیم با یه هفته جدید، دو تا اپیزود داریم این هفته. بچه‌ها اگر که پری اپیزود ما رو تو یوتیوب نگاه نکردید، ما یه قسمت 20-25 دقیقه‌ای توی یوتیوب پری اپیزود داشتیم. میتونیم بریم بشنویم، دپرس بشید راحت. اگر که دپرشن متریال ندارید، ما براتون پروواید کردیم توی یوتیوب. چه خبر؟ حیات زندگی دیگه الان. درسته. الان دپرس ما اشکالی نداره. بخشی از زندگی. آره دیگه، نمیشه که همیشه خوشحال باشی. الان هوا هم میچسبه. نه نمیشه. واقعیت دنیاست دیگه، الان اخبار بعدی داریم میشنویم، اینم طبیعیه. آخه میدونی الان مشکلی اینه که مثلا سال‌هاست این فقط اخبار بعد میشنویم. چیکار کنیم؟ 2019 دیگه بسریه. با بسریه خسته شدیم. سرت هم بکنی زیر برف تغییری ایجاد نمیشه. نه من نمیگم سرت بکنی. تو خوشحال میشی؟ نه همه چیز نه من کلا دارم گله‌گی میکنم از روند دنیا. آره میگم که تو رو اوران تو وایسه. من گفتم وسط این اپیزود داشت شروع میشه، گفتم میمای جالبی اومده. نمیدونم داستان روسا با لباس آدیداس چیه، کسی میدونه اینجا؟ دوست دارن انگار. نه چیز من آره این گنگ استراشو نیدی مثلا همشون فقط چیز دارن، ترک سوت دارن. آها همین داستان. بعد آدیداس آلمانیه. آره. آلمان گازشو تقریبا عملا همشو داره از روسیه وارد میکنه. بر همین حالا تا این لحظه‌ای که ما صحبت می‌کنیم، روزی که اپیزود پخش میشه رو نمیدونم، اون اوایل که طرح اومد که روسیه رو قطع کنن از این در واقع سویفت، بله تکنولوژی که بانک‌ها و فاینانشال اینستیتوشن‌های دنیا از طریق اون به هم وصلن و در واقع تراکنش انجام میشه، اون مسیج رد و بدل میشه. بعد اینکه این چیزها رو وضع کردن، تحریم ها رو وضع کردن، یه سری ایده دادن که آقا روسیه رو کلا از سویفت قطع کنن. یکی از کشورایی که مخالفتش میکرد آلمان بود. بخاطر اینکه اینا خب گاز ازشون وارد میکنن و اینا. حالا الان صبح یه ذره من اخبارش میدم داشت نرمش میکرد که به صورت هدفمند از سویفت قطعشون کنن. حالا اونش خیلی چیز نیست. یه میمی که اومده بود نوشته بودش که آلمانا وقتی که گفتن ممکنه دیگه گاز نگیرن از سوریه، واکنش پوتین مثلا داشت لبخند. روسیه. از سوریه گفتن، آره روسیه. خیلی براشون مهم نبود، ولی اون لحظه ای که گفتن دیگه لباسای آدیداس رو نمیفرستن، همه روسا دیگه ناراحت شدن، چون کاپشنای گنگستری رو دیگه ندارن. خیلی مسکی روسا به آدیداس علاقه. حالا یه چیزی که خیلی اذیتم کرد توی همین قضیه که گفتی این بود که آلمان برایشو گفته بودش که نه، اگر که ما سویفت رو قطع بکنیم به لایولیهود مردم روسیه میتونه ضرر زیادی وارد بکنه. آره. داشت موقعی که داشتیم برای ایران رو قطع میکردیم، مان ما خار داشت، برای ما لایولیهود مردم نبود، مثلا چیز مشکل نداشت، فقط روسیه است که لایولیهودشون به هم میریزه. مان ما همه سر جاشه، بچه ها دارن کارت به کارت میکنن. ببین سیاست همینه دیگه، همیشه یه سری منافعی پشت پرده هست. مادر نداره ایمان جان. چیزی که بیان میشه توی مدیا قطعا اون چیز پشت پرده نیست.
من کلی دلایل دیگه داره. دو سه روز اولی دوست. که حالا حمله شده بود اینا، ریاکشن خودم اینجوری بود که دو سه روز اول، یعنی هنوز تو همون سه روز شده. آره دیگه، چهارشنبه شب مشروع شد. آره هنوزم هم همون حسو دارم که اولا که مثلا چرا، برای مهم نیست هنوزم. بعد یاد تاریخ بود میخوندیم توی مدرسه اینا که مثلا فلان کشور لشکرکشی کرد و مثلا نقشش و این مرزش رو بزرگ کرد و اینا، دقیقا اون حس رو دارم که آره. بعد باورم نمیشه که تو این دور زمانه داره این اتفاق میفته که آقا مثلا همون سال 2022 دیگه، سال 2022 وقتی بخوای کشور گشایی کنی خیلی دیگه یعنی من میفهم اگه که چه میدونم دو نفر با هم دیگه بدن، آقا میخوان همدیگه رو بزنن، ولی کسی قصد کشف کردن پایتخت اون یکی رو نداره. آره آخه این خیلی خیاره چیه، دلیل پیدا میکنم تهدید به امنیت ملی. آره دیگه همیشه که اون هست دیگه، اینور ناتو داره میاد نزدیک میشه، یا هم ادعا دارن که اوکراین اصلا مال روسیه. بگو ببینم، بگو ببینم چه آورده ای ای مردک. آره یه براتون 75 صدام صفحه اول رو اینجوری نوشتم از اتفاقاتی که هفته پیش افتاده، بقیهش میرم وارد اپیزود میشم. آه الان وارد 3/4 اول صفحه اول میشم. صفحه چیت هم همی بردید مماش تصاره. چه هفته عجیبی بود، اول که بیدار شدیم اون طرح خبر تصویب طرح سیانت چیه کاملش؟ طرح سیانت، طرح سیانت. بعد اون فیلم مسخره‌ای که توی کمیسیون مشترک انگار آقایون عجله داشتن تصویب کنید بره بشمارید، آقای بشمارید، سریع بشمارید که آره. بعد آخه اولا چرا این میره تو کمیسیون مشترک، چرا تو صحنه علنی نباید این داستان بررسی بشه؟ این حالا چیزاییه که ما روش صاحب نظر قطعا نیستیم، ولی حالا چیزاییش که به ما رفت داره. شخصیش برای من کل انگیزهی که من اینجا میام میشینم راجع به این چیزا صحبت میکنیم، پادکست داریم، اینه که من ارتباطم با اصل و ریشم حفظ بشه، ارتباطم رو حفظ کنم با اصل و ریشه خودم، که بدون ریشه هر تنهی سرنگون میشه. من توی 23 سالگی پاشدم تنها اومدم اینجا، بعد اینکه اون یه سری کارهای اولیه که مد نظرم بود و انجام دادم، درس و کار و اینا، حس کردم یه خلأ بزرگی تو وجودمه. در به در دنبال حالا معنا گشتم و موقع هم که تا اون لحظه هم زندگی هدف محور پیش رفته بود، اون موقع حس کردیم که نه این خلأ هست دیگه، اون هدف ها انگار دیگه خیلیش نمونده بود، خیلی هم ارزشی نداشت دیگه. ولی تو همین هین که اون خلأ توی وجود من بود، همیشه یه سری اخبار و وقایع بود که منو خیلی تکون میداد. مثلا سقوط هواپیما، اون هم اوکراین بود دیگه. آره هواپیما اوکراین، تظاهراتی که در اعتراض به گرونی بنزین بود توی آبان، داستان آب خوزستان، تسلط طالبان روی افغانستان، الان هم که داستان طرح سیانت. وقتی یه چیزی اینجوری دغدغه آدم میشه، بهش فشار میاره، مشخصه که وصله به ریشه ی آدم براش مهمه، وگرنه ما روزانه هزار تا خبر بد میشنویم، لزوماً هر کدومشون اینجوری ما رو اذیت نمیکنه، ولی مثلا بدترینشون خبر هواپیما رو که شنیدیم، واقعا دیگه همه داشتن دیوانه میشدن. داستان آب خوزستان، داستان طالبان توی افغانستان، اینا همه رو اذیت میکرد. اون اذیت شدن حجمشون زیاده، من دلیلش رو این میدونم که وصل به ریشه خب و میتونه توش معنا باشه. این حالا داستان طرح سیانت و اینا رو که جزئیاتش رو همه بهتر از ما میدونن، بعدی عملی که بشه، حالت اینترانتی که به وجود میاد، ما که چین که نمیشیم، خب چین هم حالت اینترانت داره دیگه، اونا مثلا به گوگل و اینا دسترسی ندارن، ولی خب کلی تکنولوژی های خودشون رو دارن. چین که نمیشیم، احتمالاً بیشتر شبیه کره شمالی قراره بشه اگه این طرح واقعا عملی بشه، بیاد و تصویب بشه. حالا امیدوارم برگرده توی صحنه علنی، اونجا رد بشه
که اگه باقی بمونه و یه روزی برسه که دیگه ما نتونیم صدامون رو به گوش حالا کسایی که تو ایرانن برسونیم یا تعامل داشته باشیم با کسایی که تو ایرانن، من یکی به شخصه دیگه دلیلی ندارم که بیام این کار رو ادامه بدم. کل دلیلش این بود که اون ارتباط من با اصل و ریشه حفظ بشه. چرا موارد نیست میکنی؟ نه با شما کاری ندارم، نه خودم بودم. بابا میتونی حالا به هر حال، نه دیگه اگه قرار باشه کسی که تو ایران نتونن بشن دیگه خیلی پوینتی بدونم به اونجا برسه. حالا نمیدونم واقعا، میگم من صاحب نظر نیستم، ولی فکر میکنی که واقعا به اونجا میرسه که دیگه اصلا نتونن بشنون بعید یا سخت‌تر؟ ببین داستان اینه که حالا اون تیکایی که من ازش میدونم، میگم جزئیات قطعا همه از من بهتر میدونن، این پلتفرم‌های خارجی مثلا اینستاگرام برای اینکه بتونن همچنان تو ایران کار کنن باید برن یه... نه پول که هیچی، اصلا پولش مالی یه سری در واقع قرارداد و اینا رو باید امضا کنن که ظاهرا مثلا اونا بتونن به دیتاهای اینا دسترسی داشته باشن هر موقع بخوان، که این اتفاق نمیافته قطعا، یعنی اینا حاضر نیستن این کار بکنن، پس قطع میشه. اینستاگرام وجود نخواهد داشت، یوتیوبی وجود نخواهد داشت، اینا همه جایگزینای داخلی داره. بعد نماینده مجلس بود کی بود باهاش صحبت میکردن، خب مثلا اینستاگرام رو قطع کنی چی میشه؟ ما چه ورژن مشابهی داریم؟ یا چین و یه اپلیکیشن چینی و روسی رو میگه، بعد میگه از اسکایپ میشه استفاده کرد. اما اینکه حالا اسکایپ که خب با اینستاگرام فرق داره، اینا به کنار، خب اسکایپ مال مایکروسافت نه که همین شد که نه، ولی اینی که حالا چیزی که من درش میدونم اینه که مثل اینکه اونایی که نمیان و حالا این قرارداد رو امضا نمی‌کنن، بنوثشون کمتر میشه. هست ولی کم هست، ولی خب هست اما کم هست. آره که خب یعنی نیست دیگه، کم میشه که شروعشه دیگه. نه نه فکر کنی کی بیاد، یعنی از واتساپ اینا کسی میاد تو ایران اصلا بند واسه میان سازوکار تحریم هم نمیذاره بیان اصلا دوبر یه چیزه، نه اصلا یه چیزی که دو سر باخته کلا. ولی آخه یه چیزی که من همیشه گفتم و اعتقاد داشتم بهش، الان واقعا یکی از معدود تفریح های کسایی که تو ایرانن اینترنت دیگه، حالا به نحوهای مختلفی که یوتیوب نگاه میکنی، که پادکست گوش میده، که تویچ نگاه میکنه. آره حالا من دارم فقط تفریح رو میگم، چون تفریح آنچنانی که الان واقعا شاید نشه بیرون از خونه انجام داد، مخصوصا تو دوران کرونا، اینم از ملت بگیری دیگه واقعا دیگه چه کنه میدونی؟ آره اینا چیزایی که ابعاد گسترده تری داره دیگه، میخوان اذهان عمومی رو کنترل کنن، موردای رول مدلشون هم چین و اینا هن دیگه. یعنی ما ترش هم که چین نمیشیم کلی... دیگه چین هم خودش افتضاحه از لحاظ آزادی بیان اینا، ولی خب حداقل اقتصادی داره. ما که چین که نمیشیم، شبیه کره شمالی میشیم. این از من. درست تو این خبر داشتیم دست و پا میزدیم، فرا تکست داد که آقا روسیه زد. من جیم بودم ساعت 7 و نیم چهارشنبه شب اینجا میشه، تو تکست دادی؟ پنجشنبه صبح. آره من اولین چیز از فرا چیه ظاهرا 7 اینا، من زودترین خبری که دیدم 7 شب اینجا بود که روسیه اعلام کرد و فرا 7 و نیم تکست داده بود. بعد من تکست دیدم و رفتم سری خبر رو نگاه کردم و بعد این پادکست تریور نوآ رو باز کردم، مال هفته قبل بود، مال چند روز قبل، و خیلی جالب بود. اون موقع خب هنوز خبرش بود که روسیه لشکرکشی کرده و دم مرزن و اینا. بعد تریور نوآ داشت میگفت این وقتی که شما اینو میشنوید، یا حمله کرده روسیه، یا تا یه چند دقیقه دیگه قراره حمله کنه، یا اصلا معلوم شده از اول قرار نبوده حمله کنه، همش مسخره بازی بود. که اون لحظه که من داشتم خبر میشنوام که دیگه عملا شروع کرده بود. بعد یه چیزی هم بگم خیلی جالب، بسته به این که شما کجای دنیا باشید و اخبار چه میدیایی رو دنبال کنید، کاملا ذهنیت و دید ماها میتونه به دنیا متفاوت باشه. حتی اگه شما یه جای دنیا باشید، همین کانادا شما زندگی کنید، آمریکا، این که تو CNN ببینی با این که فاکس ببینی، دنیا رو کامل متفاوت می‌بینی. حالا دیگه چه برسه به این که مثلا اینور باشی یا شرق باشی یا هر جای دیگه. خب برای همین اینو من کاملا میفهمم که آدما ممکنه نظرات کاملا متفاوتی نسبت به این اتفاق داشته باشن. هر کیم یاد اون زمان ترامپ افتادم که خیلی نظر مخالفه ما داشتن، کلی فوش خوردیم اینجا. کامنت های مکرر عجیب میومد که طرفدارای ترامپ اومده
دنیا رو نجات بده. آره من نظر خودم رو دارم، ابایی هم ندارم نظرم بگم. اصلا ترامپ رو گفتی بذار یه دست اینجا رو پاس کنم. نمیدونم دنبال اون چیزی که من فرستادم کسی دید یا نه. بله. کدوم؟ توی گروه فرستادم. خیلی زیاد فرستادی، اکثر میگی. نه نه راجع به ترامپ. چون من دونه دونه ندیدم. نه نه. یه دونه ترامپ هم تو جو. آره این عکسی که ایمان میگه یه من بهترین طرح هنری که تو زندگیم دیدم و دیروز دیدم. یه عکسی آقای پوتین هست. که شما از دور میبینی انگار مثلا یه سری پیکسل های میتونیم تو دور نداشون بدیم اگه بخواه. نه میدونم اونه که این کارا هم دیدن عکس رو از دور که نگاه میکنی آقای پوتین با یه سری پیکسل بزرگ، ولی زوم که میکنی میبینی این عکس با یه بخشی از بدن انسان درست شده، اینجوری تیکه های کوچولو که نرمزشون فوق العاده تو نورهای مختلف تو موقعیت های مختلف، یعنی مردن همشون. آره آلت مرد، آلت مرد داره. عالی عالی. کامنت های اون اومده بود اصلا عجیب غریب. حالا ترامپ نه نه داشتم برزم این چی بود که تو فرسته بودی یادم نمیاد. آره ترامپ، آقای ترامپ با تلویزیون فاکس داشتن صحبت میکرد. آه میدونی که اولش که ترامپ داشت میگفت آقا چه جینیسی پوتین که اون دوتا در واقع استان که نمیدونم منطقه جدایی طلب اوکراین رو به رسمیت شناخت. آقای ترامپ داشت تعریف میکرد که چقدر جینیسه و من پوتینو خیلی خوب و از نزدیک میشناسم و اینا، اینکه اینجوری کلی هم بهش پریدن. داره با شبکه فاکس صحبت میکنه، جنگ شروع شده، بعد این خانم داره میگه که روسیه حمله کرده به اونجا، آمریکا داره از نزدیک مثلا مناظره میکنه، مناظره نه دنبال داره میکنه اخبارو مثلا مشاهده نظارگره. نه ما دیگه لغت ها رو کلا دیگه نمیاد شهامت نمیدونم چرا نظاره داره. بعد این ترامپ این اشتباه میشنوه، فکر میکنه این خانوم اسرار هویدا کرد و یه خبر خیلی سری و گفت و تعجب میکنه و میگه نه شما نباید مثلا فکر میکنه آمریکا حمله کرده. آره. میگه شما همچین خبری رو نباید بگید و اینا. دیگه زنه اینجوری خب کارش که نمیشه کرد دیگه، ولی منظور روسیه بود شما اشتباه فهمید. اینو چیز سیت مایر خیلی قشنگ چیز کرد. شما توی مثلا مهد کودک نه توی دبستان که بهتون میگن هر کسی میتونه رئیس جمهور بشه، میگه حتی اون موقع هم بچه ها یه نگاهی به خودشون میدونن اصلا میدونن فلانی که دیگه نمیتونه رئیس جمهور بشه دیگه، اون که رفته بیمارستان به خاطر اینکه خمیردن آره. چاک کرده میدونی اون قرار نیست رئیس جمهور. ولی وقتی میدونی ترامپ 4 سال رئیس جمهور بوده میفهمی که خب نه واقعا مثل که هر کسی میتونه که اینو اونجوری اشتباه اگه میشه آقای کارونی زهرش ریخت. ولی الان تو توییتر که میدونی که خیلی دادن ترامپ رو ستایش میکنن که در دوران ترامپ خونه از دماغ کسی نریخت. چی کجا؟ آره در جهان ترامپ چی ربطی داشت به ترامپ آخه؟ همون دیگه. نه کلا دارم میگم همچین ویوی هست. آره هر کسی آزاده که نظر خودش رو داشته باشه. یه وقت اینجا نظر خودش بله. اصلا نمیفهمم چه جوری این آدم 4 سال اونجا بوده. اصلا با اون ادبیات که صحبت من ندارم هیچ آدمی که یه ذره بلش کن ترامپ تو شاجک میگرده. آره گفتم که این که شما کجای دنیا باشید اخبار چه میدیایی دنبال میکنید کاملا قابل پذیرش و فهمی که شما که نظرات مختلفی داشته باشید روی موضوع، ولی قطعا همون متفق القول تمام انسان‌های دنیا راضی نیستن ببینن مردم عادی دارن داغون میشن، موشک میخوره وسط ساختمون. همون اول که حمله کرد من چیزشو داشتم نگاه میکردم، خبرگزاری داشتن خیابونای خروجی از شهر کیف رو نشون میدن، یه ترافیک عجیب غریبی شده بود، همه داشتن خارج میشن. تازه این شروعشه، تعدادی که خارج شدن مثل تا الان 150,000 نفره. جمعیت کل اوکراین چقدر میدونی؟ 44 خورده ای هزار نفر یا میلیون نمیدونم آخه 44 خورده ای اکباتان 90,000 اما اصلا وسعت کشور نمیدونم واقعیتش چقدر، اصلا نمیدونم چقدر بزرگه چقدر به نسبت حالا اروپا بزرگه مثلا کشور بزرگی مثلا 44 میلیون کل روسیه چقدر 150 خیلی زیاده، بیشتر از 1/4 جمعیت اونجا. آره اصلا شهر کشور کوچیکی نیست، همون شهر کیف 3-4 میلیون جمعیت داره.
بعد آره داشتم میگفتم حالا مستقل از هر نظری که داری، کسی راضی نیست ببینه مردم عادی دارن اینجوری داغون میشن دیگه، به زور دارن از شهر خارج میشن، نمیدونم ملت توی ایستگاه مترو پناه بردن، خانواده ها مثلا مادر مجبور بچه ها رو خارج کنه، پدری که باید بمونه به جنگ، کلا اینا چیزای جذابی نیست، هیچ کی دوست نداره این چیزا رو ببینه. هفته پیش ما راجع به دیسنترالایز بانکینگ و بیت کوین و این داستانا صحبت کردیم، سوالی پرسید قشنگ، اینو نمیشه دیسنترالایز پالیتیکس داشته باشیم به جای اینکه مثلا یه دیکتاتوری توی روسیه اسکنه که خب نه ما زورمون زیاد شد، حوصله‌مون هم سر رفته، باشیم بریم حمله کنیم این بغل، این دیسنترالایز باشه، مثلا یه سری آدم مجبور باشن اون ترانزکشن رو اپروف کنن تا این اتفاق بیفته، همینجور یه حد میگن یکی با نشید تصمیم بگیره آقا اینا رو بوق بذارید حمله کنه. آره خیلی لازمه دیسنترالایز پالیتیکس، اگه میشد که خیلی خوب بود، قبول دارید خیلی خوب بود، خب اونا رو هم میخرید دیگه، الان هم هست مثلا دیگه، مثلا هست الان ناتو مثلا ما باشه دیگه، همونه دیگه، نه چرا ناتو هم تقریبا باید مثلا اپروف کنیم، گفته گروه اوتو اپروف کنیم میرم، حالا خواست این اپروف نه ناتو نباید اپروف نه اپروف نه بکنه، ولی خب به هر حال در اون کشوری هم هست دیگه، مثلا مجلس اینا دارن، اونا هم قراره مثلا اونطوری تلاش مجلس که نداره اینا توی مثلا چیزای کوچیکا ما میخوایم حمله کنیم، این ترانزکشن باید اپروف بشه توسط مثلا این تا چیز مختلف. آره حالا وارد اپیزود بشیم، 75% صفحه اول تموم، این اوکی این خشمش فرو ریخت، نه این خشم نیست، نمیدونم اسمش چیه، من هم چون خیلی اسم احساسات ولادی یه چیز بدیه، مثلا خشم کینه او چیز بود، هواپیمای اوکراینی رو زدن بود، اون خشم اونم دادخواهی بود، اونم یه تجربه بود که هیچ کدوممون نداشتیم دیگه، اگه یاد بشه احساساتی که داشتیم تجربه میکردیم خیلی عجیب غریب بود. اینم حالا شخصا منم هیچ موقع مثلا جنگ در این حد نبوده که تجربه کنم، کلا تو این دو سه سال گذشته احساس میکنم ما این سری چیزها رو تجربه کردیم که خیلی ها توی مثلا توی 100 سال یکیشو تجربه میکنن، مثلا جنگ رو داریم خیلی جدی، حالا ملکه انگلیس، جنگ جهانی یک دو سه، انواع مریضی ها، حالا چه میدونم کووید بود، این زدن هواپیما اوکراینی بود، چه میدونم اون همه مثلا شروع شد تظاهرات تو ایران بود، تظاهرات تو ایران بود، چه میدونم دیگه چه اتفاقی بعدی افتاد این مدت دیگه، چی میخوای آب خوزستان بود، آب خوزستان با طالبا مگه میشه رول بک کنی به سال 2000 الان رول بک سیزنه دیگه، الان روسیه هم رول بک میکنه، همه دارن همه الان دارن رول بک، آره الان ترند رول بک، آره فقط مونده دو سال دیگه ترامپ هم انتخاب بشه دیگه، فکر کنم ما رو از کانادا بندازن میگن رول بک، چه اتفاقی بک، من خدا رو شکر وسطش یه دونه چیز یه بریک گرفتم استرالیا، من رو رول بک میذارن استرالیا، آره از سمارم بگیره، آره خیلی عجیبه. نه چیزی که داشتم میگفتم اینه که ما یعنی یه سری احساسات و یه سری درگیری ها و یه سری حال بدی هایی رو تجربه کردیم توی دو سه سال گذشته که آدم ها فقط توی هر صد سال یک جد تجربه میکنن، مثلا پندمی که به این عجیبی مال چقدر وقت پیش بوده، حالا فول سکیل وار ما زیاد داشتیم، چه میدونم اسرائیل و لبنان بودن همدیگر هی میزه، فلسطین بودن همدیگر میزه، این یه سر روسیه هست اینا، آره به این کشور به این بزرگی نه، تا نصف اروپا گرفتن، البته خب اون برم یه سرش آمریکا بود دیگه، میخواست عراق رو بگیره که آخرش هم گفت دادش نوکرت هم کنسله، آره دیگه میگم مناسبت این کشور پیچیده است، ولی حالا این وسط حالا خود روسیه و اوکراین که وسط قضیه هست، چیزی که رو اعصاب منه انگار من زینف و زاریم، چیزی که اذیت میکنه من واکنش کشورهای دیگه است، اینا که حمایت میکنن یا اونایی که تو انتظار داری مخالفت کنن ولی اونجوری که باید به خاطر منافع خودشون مخالفت نمیکنن، این لایحه‌ای که رفت توی یو ان خب معلوم بود روسیه وتو میکنه دیگه، اینکه محکوم میکردن حمله اینو و بعد عقب نشیم اون که واضح بود، بعد از اون بر چین و
هند و بگو امارات ابستین کردن، اینا رأی ندادن. بعد اونم باز میگن که خب قابل پذیرشه چون اینا مناسبات خیلی تجاری عجیب غریبی با روسیه دارن. ولی خب این ناراحت کننده است دیگه، یعنی قشنگ نشون میده که اون وسط این طرحایی که توی سازمان ملل میره توجه همه روی انسان و انسانیت که نیست، مایه رو به چست دیگه. داداش مثلا آلمان حاضر نشد روسیه رو از سویفت قطع کنه تا این لحظه که ما صحبت میکنیم هنوز. حالا تو پری اپیزود یه ذره راجعش صحبت کردیم چون که مناسبات اقتصادی زیادی داره. بعد از اون ور چین هم شاخ شده برای تایوان دیگه. آره اونم چین هم اینم خواستم بگم. آره اونم همیشه هواپیما میفرسته، در حال هست که بیشتر شده دیگه. خب میبینه روسیه این کارو میکنه. به من داشتم نگاه میکنم تو این رای گیری یوان، چین، هند، روسیه، این چند درصد جمعیت دنیا؟ خیلی درصد. اونا هر کدوم یه میلیارد و خورده ای از مثلا 7 میلیارد، 2 میلیارد و 2-3 میلیاردش مثلا این وره، یه سوم وریه که حالا میشه گفت آزادی توش کمتره دیگه. حالا اینه که داری میگید میخواستم توی اپیزود بعدی بگم ولی الان جاش احتمالاً، یه دونه داکیومنتری اومده در مورد بوئینگ، نمیدونم کسی دیده یا نه. دیدیش؟ جدید اومده. آره تو وسطش دیدم ولی میدونم چی. اونم دقیقاً در مورد همین دوتا در هواپیمایی که افتاد، مال مکس 8 و مکس 9 نشون بود دیگه، 737 اینا. خب میفته به خاطر یه تکنولوژی جدیدی گذاشتن و اینا که مثلا تکنولوژی اسپویل نکنه به هر حال، ولی نشوف مالی به خاطر منافع مالی اونا میان میگن که آقا کنسله، یعنی اصلا قبول نمی کنن با اینکه میدونستن مشکل خودشونه، قبول نکردن که زیر بار نرفتن که بگن آقا مثلا مشکل از ما بوده، همش مینداختن تقصیر اینا. من یه چیزی هم اینجا بگم، ما حالا ما اینجا حرف زدیم موضوع گیری کردیم، حالا اهمیتی نداره ما چه موضوعی داشته باشیم، ولی معنیش این نیستش که حالا دیپلماسی غرب و حالا من به شخصه مثلا ترجیح میدم به شرق، اصلا بحث این داستان نیست. اینجا یه فرقی که داره حداقل غرب با شرق، یعنی غرب رو بگیریم دیپلماسی مثلا اروپای غربی و مثلا آمریکا، با شرق هم حالا روسیه و مدل کشوری مثل چین و اینا، فرقش اینه که اینجا یک مقدار آزادی بیان بیشتره، یعنی خبرگزاریا میتونن مستقل عمل کنن. درسته خبرگزاریایی داریم که وابسته به حزبن، ولی همچنان توی رسوندن خبر میتونن مستقل عمل کنن. ولی این اتفاق خب توی روسیه نمیفته. توی روسیه دولت اراده میکنه، میگه به جای لفظ اینویژن تهاجم، تو رو خدا بگید اپریشن، نه اون ورش رو میدونم فارسی، اینویژن به جای حمله، آره یورش، تهاجم، حالا هر چیزی، بیایید بگید اپریشن، یعنی عملیات نظامی. بعد فرق تو اینه، یعنی حداقلش اینه که ما هر چقدر هم تجاوز، تهاجم، آره دیگه دور اشغال، آره حداقل فرقش اینه که هر چقدر هم نامطلوب باشه همشون بدیه خودشونو دارن. یه ذره دخول بدون اجازه این ریژن رو زده درست دیگه. آره چقدر دستات گرم بود. خب بیشتر بخوله بده اینجا رو بخ بزن آمگانه اینا، اینا 100% دیگه مردم دارن کشته میشن بابا دیگه، ما اینجا خواهر برمدان کشته میشن ما نمیتونیم بخندیم، این که دیگه حرف غیر منطقیه، کشته نمیشن. گفتیم و در بندیم سرده، من در بندم بیرون گرم میشه. ولی این فکر کنم 100% اشتباهه. نه آقا درسته دیگه، معنیش درست، حالا ذهن شما یه چیز دیگه برداشت میکنه، ولی حالا اشغال هر چی. آره اشغال حرف اینه بابا، نوشته the invasion of privacy of a newly married couple.
داره باش جمله میزنه. نه مثلا میرم ماه عسلی و درو با لگد و نکنی بری تو. آره کلا داستانی که اینجوریه که ما حالا بخوایم بگیم که این خوبه اون بده، هر چیزی خوبی و بدی خودش ممکن داشته باشه، ولی حداقل یه فرقی که هست اینه که اینجا میتونید انتظار داشته باشی که اخباری که میشنوی یه مقدار به واقعیت نزدیکتر باشه تا مثلا روسیه‌ای که کلا میاد یه مدل دیگه نشون میده. کلی هم تو کشورشون تظاهرات ضد جنگ خیلی نزدیکه، اینا همشون کلی فامیل و اینا توی اوکراین دارن، هیچ که حاضر نیست مردم عادی حاضر نیستن یه همچین اتفاقی بیفته. ولی آقای آها من یه چیزی میگم، اون هفته پیش من به اشتباه گفتم پوتین مادرش چیزه اوکراینی، گورباچف بود آخر اپیزودم اپیزود قطع کردیم دستشوی یادم افتاد. آره آخرین در واقع لیدر شوروی اون مادرش اوکراینی بود ظاهرا. چیزی که میخواستم بگم که آها یه تنیس پلیر هم داشتن امروز مچو که برد رفت روی سیزن نوشت نو وارز پلیز. آره تنیس پلیر اون کارو کرد، فوتبال فینال لیگ قهرمانان امسال تو سن پترزبورگ قرار بود باشه، دادنش پاریس. لهستان و سوئد گفتن که با روسیه بازی نمیکنن دیگه. چی ورزش خوب پیش رفته، فرمول 1 یه بخشش توی چیز هست؟ اون کنسل میشه. سوال اینه که توی جام جهانی هست؟ روسیه 100% است. نه نمیدونم. همین بازیش با لهستان دیگه. آ برای اینکه سود بکنه باید با لهستان بازی کنه. گفته بازی نمی‌کنی؟ لهستان گفته بازی نمی‌کنی. خب میاد بالا؟ نه، باید بشینن تصمیم بگیرن. ورزش تا الان چرا وقتی ما بازی نمی‌کنیم همیشه می‌بازیم؟ حالا بابا سر آقا من تازه خبر صبح اومده فیفا باید خوش جمع کنه بشینه دوره. استان بریتیش کولومبیا آنتاریو هم تصمیم گرفتن که دیگه الکلای ودکای روسی رو نفروشن. خیلی تاثیر داشت، عاشق کانادا هم همیشه تصمیماتی که میگیره موثره تو دنیا. میخوان الکلای روسی نفروشن ولی جاش علفای ناب بیسی رو میخوان وارد بازار بکنن، بعد تو خونه مردم میخوان چیز دیگه ای وارد خونه خانوادتون بکنن. این بده، اینه که واقعا بده دیگه. همین بود دیگه اپیزود، اپیزود همین بود. نه شروع نشده. آها خب چیکار داره میکنه با ما؟ داره بازی میده. آخه نمیشه یه حس بعدی دیگه. میدونم ما میخوای شروع نکنی مثلا، میخوای نه میخوام صحبت کنم براتون، میخوای نگی مثلا میگیم نه، یعنی رزیگنیشن لترش هم داد وسط اپیزود. آره نه رو کاندیشناله گفتم بعد بره تو اچ آر اپرو بشه. آره آره حالا اپیزودی که امروز صحبت میکنیم خیلی سنخیتی با اوضاع الان ایران و دنیا نداره، ولی من گفتم حالا بد نباشه یه ذره ذهنمون منحرف بشه از این اتفاقاتی که داره میافته دیگه. اخبار و اینا که به بهترین شکل همه دارن مصرف میکنن، حداقل ما اینجا یه ذره حرف متفاوت بزنیم. ولی وسط هر جا باشه ما قطعا از آقای پوتین و ترامپ و اینا وسط میگم، هر جا چیزا رو باید خالی کنم. متاورس، بله خیلی احتمالاً شنیدن، اونایی که نشنیدن من امروز یه توضیح کوتاهی میدم. اول اینکه کمپانی فیسبوک خب همه میشناسیم دیگه، 10-12 سال 15 سال هست و اینا، چند وقت پیش تصمیم گرفتش که اسمشو عوض کنه کلاً بذاره متا. بعد میدونی این کمپانی‌ها که اسم میذارن باور داشتن دو تا او داشتن تو اسم، خوش شانسی میاره، گوگل، یاهو، فیسبوک اینا. خودکست بعد اینا نشون میده که وقتی اسم کمپانی رو عوض کردن یعنی مسیر آیندهشون به سمت این مفهوم قراره بره کلن. از در واقع حالا فیسبوک و تبلیغات و اینا میخوان وارد این هیته بیشتر بشن. اول دوتا مفهوم رو جوش صحبت میکنیم، یکی AR یکی VR. AR Augmented Reality فارسیش میگن واقعیت افزوده. الان اکثرا این فیلترهای شبکه‌های اجتماعی رو دیدن دیگه، اینستاگرام و اسنپ چت و آره اینا که مثلا گوش خر میذاره روی تصویر شما. جدید یه نمواده این عنکبوت را میره رو صورت. خیلی خوبه. آره ملت خیلی فیلترهای خیلی نابی هست، من چند توش استفاده کردم. آره اینا از کامپیوتر ویژن استفاده میکنن، به اینا میگن AR Augmented Reality. یعنی چی؟ یعنی دنیایی که شما دارید و دارید این تکنولوژی یه چیزی به اون اضافه میکنه. مثلا من این میز رو اگه گوشیمو بگیرم روش، مثلا میتونم یه کیکی رو روش نمایش بدم، خیلی خوشگل روی میز قرار میگیره، فکر میکنی که واقعیه. من نمیتونی بخوریش. آره شما یک تلاش کنی میتونی.
یه سری عناصر به دنیای واقعی اضافه میکنه، این میشه AR. حالا VR چیه؟ واقعیت مجازی، Virtual Reality. آره. این چیه؟ یه سری سنسور به شما وصل میکنه، شما رو شبیه سازی میکنه توی اون دنیای مجازی. یعنی چی؟ یعنی فرض کنید ما اینجا آقای فرزادی رو داریم، یه سری سنسور بهشون میبندیم، بعد یه محیط سه‌بعدی هم مثلا طراحی شده مثل یه بازی. فرزاد ما شبیه سازی میکنیم اونجا، اینجا دست راستش رو میاره بالا، اونجا هم دست راستش میره بالا، میشه قارچخور. آره میشه وی آر تو. خب کلش رو تایم برنامه سوپر ماریو. خب که الان اونم خیلی الان چیز دیگه، الان داغ میدونم که مثلا مایکروسافت و گوگل و همه اینا، فیسبوک و اینا، هر کدوم یه دونه پروداکت دارن که بخوان. این ای آر وی آر و ای آر عجیبیه. اینا خیلی روی این عینک ها تمرکز کرده بودن، مایکروسافت و گوگل و اینا. گوگل مثلا شکست خورد اون عینکش، آکیلس نه آکیلس مال فیسبوکه، یه دونه قدیم داشت چند وقت پیش، حالا الان فرزاد اسمشو در میاره. اینا شکست میخورن. یه گلاس داشتن ولی اون اینو گوگل گلاس بود که اون فرق داشت. آره همینو میگم، اون چیز ای آر بود دیگه، آگمنتد ریالیتی. آره. بود. اینا شکست میخورن چون تکنولوژیش هنوز کامل نیست. یه سری حالا مثلا مشکل موشن سیکنس و یه سری ناراحتی ممکنه برای آدما. کاردبورد بود اسمش؟ نه گلاس. گلاس، آره گوگل گلاس. آره. آره یه سری اطلاعات میتونست به شما بده و یه سری کارو براتون میکرد. ولی آخرین آپدیتی ببخشید مثلا صحبت آخرین آپدیتی که دارم اینه که با ریبن الان یه همکاری کرده. آره. اون موفقیت آمیز بوده به نسبت. آره بالاخره تکنولوژیش میاد، بالاخره آینده داره به این سمت میره، شکی توش نیست. ولی تا الان حالا تلاشی که کرده بودن شکست خورد. حالا این متاورس که الان حالا معروف ترین دنیای مجازی که وجود داره، آقای فیسبوک، آقای مارک زاکربرگ، اینا یه هدستی دارن به اسم آکولس کوست دو، این آخریشه، یه هدستی که شما میذاری روی چشماتون، دو تا کنترلر هم توی دستاتون میگیرید. این اون سنسورایی که من گفتم، در واقع با اون کنترلر شما حرکات دستتون اونجا توی اون دنیای مجازی شبیه سازی میشه. اون هدستی هم که وجود داره حالا تصویر دنیای مجازی رو به شما نشون میده، گوشتون در واقع آواهایی که توی اون دنیا هست رو میشنوه، میکروفون داره، صدای شما به اون دنیا منتقل میشه. اونجا هم داریم. پس این ترجمه از دنیای فیزیکی به متاورس از طریق این آکولس کوست 2 داره انجام میشه. در آینده ورژن بهتر از اینش هم هست. حالا یه چند مثال هست ببخشید، یعنی 2300 تاست. الان میخوام بگیرم 600 خورده. نه شما احتمالاً این چی نوشته؟ 629. 629. نه ولی این نیست، اون 2300 تا بیشتر نیست. دو تا چیز تو کارتت. 128 گیگ و 250. حالا نمیدونم. حالا اوکی. آره ببین یه مثال بزنیم که بهتر متوجه بشیم چطوری میتونه باشه این دنیای مجازی. فرض کنید که ما 4 نفری که الان اینجاییم، نفری یه دونه از این آکولوس داشته باشیم. تمام شنونده هایی هم که ما رو میشنون یه دونه از اینا داشته باشن. خب ما اعلام میکنیم که شنبه ساعت 11 صبح به وقت ونکوور ما میخواییم وارد اتاق خودکست توی متاورس بشیم. توی متاورس یه شبیه‌سازی انجام شده، این اتاق رو اونجا شبیه‌سازی کردن، یه میزی هست و این یه بازی کامپیوتری سه‌بعدی، یه میزی هست و میکروفون هست و این داستانا. بعد این فیلم کمدی‌ها دیدید آدینس هم میشینه اونجا، یه سکوی گذاشتن آدم ها اونجا. خب ما میگیم که شنبه ساعت 11 میخواییم بریم اونجا، ما 4 تا هدست ها رو میذاریم، هر چنونده هم که دوست داشته باشه بیاد این کار رو انجام میده. میریم توی اون دنیای مجازی، راه میریم، میریم آدرس خودکست توی اونجا، استودیوی خودکست، اونجا میشینیم. اتفاقی که میافته، ما اینجا حرف که میزنیم صدای ما توی اون محیط شنیده میشه، فیزیک ما، حرکات دست من و شما هم ترجمه میشه توی اون دنیا. آدمایی که اونجا هم نشستن دقیقا همین اتفاق است، فکر میکنن که توی یک محیط ما قرار دارن، به صورت مجازی ما میتونیم ببینیم. آره کسایی که اونجا هستن دارک. این ترجمه انجام میشه، ترجمه از دنیای فیزیکی که ما سالهای سال بهش عادت داریم به دنیای مجازی یونیورس. هر کدوم ببخش نشستیم تو خونه خودمون داریم، هر کی هر جا میتونه باشه، اصلا مهم نیست شما کجای دنیایی، مادامی که دسترسی به اون هدست داشته باشید و اون کنترلر رو دستتون باشه، شما وارد اون دنیا میشید و میتونید تعامل کنی با اتفاقاتی که توی اون دنیا میافته. حرفت نه دارم دنبالش میگردم.
بلک میرر دیده بودین؟ یه دونه اپیزود داره که میخوان گیم بزنن، دو تا رفیق قدیمی ان، دیدینش؟ شعر قدیمی گفتی جو پرهای من این دقیقه همونه دیگه. این کارهای عجیبی هم کردن تو اون گیم. حالا اجازه بده که از بعد دیدن اون میکس ای آر و وی آر این آره وی آر، حالا ای آرش هم میگم چه جوریه یه ذره جلوتر. بعد آهنگ اندی بود دارم میام به تهران و اینا میرفت استادیوم آزاد، همه اونا میتونه توی متاورس انجام بشه دیگه عملا. آره تهران رو شبیه سازی کنن، آقای اندی با موتور میتونن برن استادیوم آزادی. درست. این از این. بعد یه عالمه نرم افزار این تو هست، این هدستو که میذاری تو چشت تمام مدیای مجازی که تو دیجیتالی که تو دنیای فیزیکی الان ما هست میتونه ترجمه بشه به اونجا. یعنی چی؟ یعنی شما مسیجینگ اپلیکیشنی که استفاده میکنی رو میتونی بندازی سینک کنی با اون هدست، یعنی تو اون هدست تو میبینی یکی مسیج بزنه میبینی، نمیدونم اخبار میخوای بخونی اونجا میبینی، اینستاگرامت میاد اون رو، واتساپت میاد، همه چیز رو بالا پایین میکنی. دو تا دسته داره دیگه. دست آره مثل یعنی همیشه دو تا دسته دستته. آره دست بابا بخونی دیگه از اون. آره تو بابا آروم آروم حالا اینا بهتر میشه در آینده همه اینا. خیلی فکر کردم گفتی سنسور بس کنم، فکر کردم که مثلا سری چیز میاد رو انگشتا، میتونه اونجوری باشه. حالا الان فقط دست تو کنترلره، نمیدونم کینکت مثلا با دوربین خودش این کارو انجام میده، تو لازم نبود چیزی دستت بگیری، همه چیز بالاخره کل داستانی که یه سری سنسور باید حرکات شما رو بگیره ترجمه کنه. ولی میگم یه عالمه اپلیکیشن نرم افزار هست، همه کارهایی که اینجا میکنی رو میتونی تو اون چیزه انجام بدی. مثلا یه خونه برای خود شبیه سازی کردی که یه سالن سینما داره تو خونه، بعد اکانت نتفلیکس تو، بله اکانت نتفلیکس تو میتونی سینک کنی، بری تو سالن سینمای خونت بشینی، توی اون قاب گنده مثلا اون فیلم نتفلیکس برات پخش کنه. وی آر دیگه نمیفهمم. آره الان خب آخه ریل استیت متاورسش همه رو تا اینجا رو کامل فهمید. شیطونی نکن. یه دونه رو الان یکی متوجه میشه. بهت میگم چرا. آخه تو اینستاگرام خیلی مثلا روزی یه بار میرم تو پیج اینایی که مثلا آنترپرنور چیزن متاورسن و دارن توش ایمیل خرید و فروش میکنن. تو اصلا کلا برام معنیشو عوض کردی. اصلا دیشب تو رانندگی داشتم این لغت واسه خودم دیس میکردم. حالا این برام نپری. بعد آخه تو مثلا حالا فکر کن بزرگترین منشن و قصر رو داشته باشی تو متاورس. لذتش چیه؟ بعد مثلا پولای عجیب غریب میدن. حالا نمیدونم راجبش میخوای صحبت بکنی یا نه. پس بکن. این لذتش چیه؟ بکن. این برمیگرده به همون داستان برین این وات. مغز در شیشه. تو مثلا چرا فکر میکنی این لذت داره؟ چون یه سری سیگنال به مغز تو داره میرسه، تو فکر میکنی اینجایی و وات یا وات. آره. فکر میکنی اینجا خمره میشه. اینجایی و این محیط وجود داره. تو اون وی آر سیگنالا داره به مغز تو میرسه دیگه. ولی یه سری چیزایی مثل حس، مثل لمس کردن، مثل بو کردن اون محیط، مثل میدونی اونا هم اضافه میشه، کاری نداره. همه اینا میتونه اضافه بشه. خب ما اعتماد نکنم. نه من فکر کنم ویس بود ولی خب بعد آره یا گفتم یا عالمه نرم افزار اینا از اون تو نمیدونم سینما میتونی بری، ورزش میتونی بکنی، تعرض جنسی میتونی بکنی. جدیدن خبرش اومد. آره دیدم سر اسکندل اینا. آواتارهای خانم اعتراض کرده بودن که آدما خیلی نزدیک میشدن گروپشون کرده بودن این سریا. خیلی مسخره است. اونجا بلد افتادن میدونن تعرض جنسی کرده بودن، بعد یه فیچری رو اضافه کردن که مثلا بیومتری نتونی نزدیکتر بشی به طرف. این کلمه رو هم موقعی متوجه شدم که آقای ترامپ رئیس جمهور شدن. منم با ترامپ گروپینگ نه you got a grab که فرق داره. آره ولی گروپینگ رو من اونجا فهمیدم که آره از پشت بعد استریپ کلاب مثلا میتونی بری، چون آیان دیگر پشت جلسه کاری میتونی داشته باشی تو استریپ کلاب، میتونی جلسه کاری داشته باشی هر روز بخوای میتونی بکنی. یه محیطی که این به بعد ما میخوام خودکست تو استریپ کلاب چقدر به چیز کمک میکنه، به دیت کردن و اینا دیگه، به جای اینکه بری بیرون با طرف توی چه کمک میکنه. شما ببینی چقدر کمک میکنه. ببین داداش تهشی آخرش که باید بیاد ببینه. آره. فتفاکو حالا من اونجا برای خودم سیکس پک بذارم توی اواتارم بعدش. آره. که آخر که دیگه باید بیاد اینجا رو که چه کمکی نه بعد دور دور بگو بگو. بعد آره اینا روی هدست جدیدم دارن کار میکنن به اسم پروژه کیمبریا که این
خیلی های اند وی آر هدست قراره فیشال اکسپرشن و آی کانتکت اینا بهش اضافه کنه. مثلا ابرو بالا پای میکنی و آره اینا چیزای پیچیده ایه. مثلا همین دست رو ترجمه کردن تو اون دنیا مثل که خیلی تکنولوژی از لحاظ تکنولوژی خیلی چیز پیشرفته نیازه، هنوز خوب انجام نمیشه. الان آی کانتکت و اینا ندارن، فیشال اکسپرشن ندارن از طریق این پروژه کمبریا که در آینده نه چندان دور قرار این هدست جدید ریلیز بشه. اینا این کارا هم قرار بکنن. خیلی سرمایه گذاری عجیب غریبی داره. میشه ما بخری وقت اومد توش انجام 100 درصدی با همین الان چرا نخریدی؟ اصلا با وی آر و ای آر و اینا اصلا نمیتونم، تکنولوژی عقب مونده. اشکال نداره، نه من حالا تعو میگیرم موقعی که میذارم. این موشن سیکنس که گفتی آره خیلی آره. مشکل دارن آره. ما خلاصه میگم تمام مشکلاتی که وجود داره رو من دارم، یعنی هیچ چیزی نیست که هیچ چیزی نیست که مثلا حسن باشه. یعنی تمام کسی که موشن سیکنس میگیرن زود هم کارشون تموم میشه، ولی کاری که انجام میدن و درست انجام میدن. حالا شازا که تمام اجازه بده که بقیه که تجربه داشتن صاحب نظرن بگن. بفرم دیگه چی بگم؟ فرض کن مثلا این چیزا رو زدی، این پروژه کمبریا رو زدی، بعد میری اون تو بهترین ترینر دنیا رو میاری میذاری جلوت، شروع می‌کنی باهاش ورزش کردن. این کار همین الانم هم انجام میشه توی ورزش می‌کنیم ما. آره جالبه دیگه، کاردیو. آره کاردیو خیلی جالبه. آره تمام چیزی هم که شما فکر می‌کنید میاد. نه از دو متر چی گفتن فاصله. نه اینی که کار گفت ادامه‌ش اینه، میتونن اجازه بدن به هم دیگه، میتونن حقوق شکسته بشه. آره قاعدتاً دیگه مثل دنیای واقعی. که چی یعنی چی آخه چی کار کنی باهاش؟ اون چیزی که تو فکر کردی اونم میاد، من مطمئنم. شما ویرچوالی میتونی سکس کنی با آدما. امکان آخه به چه دردی می‌خوره؟ من که می‌خواستم بشین دعا کنیم. من اگه نظرم به دعا بود. ولی باز به چه درد میخوره؟ البته خب به هر حال دیگه اکسسوریه دیگه، میپوشی دیگه قاعدتا. آره کار در میار چی چرا قوه؟ بعد چه دارم دیگه به هر حال هر چیزی باشه دیگه. من نمیدونم واقعا چه اکسسوری وجود داره ولی اعتمادی هست. بعد تو روز بدترش میکنه. من تو روز نامه دیدم دیگه. مثلا الان این چند وقت همه به کار ریموت عادت کردن. بله دیگه همینو ادامه میدن. بعد تو یه دونه هدست میذاری رو چشمت، میری جلسه ویرچوالی با همکارات، بعد همه اونجا اوتارشون هست و مثلا راجع ویکندا با هم حرف میزنی، هوا چه جوری بود، اینترستینگ تایمز، همکارت مارکت داره چیکار میکنه، پیکسلی تکون میخوره. آره لگ داره همکار. یه سری گیم ها هم هست که میتونید بازی کنید. مثل چی؟ کمکت میکنه 36 بار تو 3 ثانیه. این چیه؟ برای چی رو هنم اتون میگم؟ 3 بار تو 36 ثانیه. بگو حالا بعدم میگم. بله شدیم. حالا احتمالا اینو بش یعنی میرسی یا میپردازن. بله خب هممون نمیریم توی سری قوطی کبریدم تو از گوشه خونمون همه این نیم ور اون ور بریم. همین الان هستیم، همین الان هم هستیم ولی کمتر دیگه. الان بازم مجبوری اگه به قولشون بخوای بری دیت دیگه نمیتونی بگی بیا سر میز 36 توی متاورس 32. آره آره حالا نمیدونم اصل زیده رو بگیری ببری بیرون سمتی میره. مثلا تو این محیط کار کردنه، گفتم کار کردن مجازی، یه سری مشکلات هنوز داره دیگه. تو میری توی اون محیط، بعد میتونی مثلا برای خودت 3 تا مانیتور ردیف کنی. خب 4K. آره 3 تا مانیتور 4K واقعا هم دیوایس خودت رو وصل می‌کنی اونجا، مثلا شروع می‌کنی کار کردن. ولی یه لحظه تو بخوای خودکار در بیاری بنویسی، ایناش هنوز این محدودیت هست، جزئیاتیه که باید گپ داره پیدا بکنن چه جوری انجام بشه. ولی در آینده نه چندان دور همه اینا انجام میشه. خب بعد یه سری عینک AR هست به اونجا اضافه می‌کنی. تو پرسیدی ها آره. مثلا یه آرتی اگه روی دیوار باشه، مثلا یه نقاشی روی دیوار باشه، اصلا این عینکه یهو 3 بعدی میشه میاد بیرون. پس کن فرهاد ما رو دعوت کرده خونه‌شون، دم در که وارد میشی نفر یه عینک به ما میده، بعد ما از طریق اون عینک خونه فرهاد دیگه یه مدل دیگه میبینیم. ممکنه حالت عادی خونه خیلی ساده‌ای باشه که هیچی روش نیست، ولی اون با اون عینک یا عالمه حالا طرح هنری ممکنه ببینیم. ماشروم زدی کلی غذا و اینا لوبیه که توش گوشت هست، سری لوبیه پرگوشت، کلی میوه های گرون. وای
ادامه بده ادامه بده. بعد داشتم به این فکر میکردم که این خب این دیوایس ها اینا به نسبت چیزای ارزونیه دیگه، نسبت به اینکه تو دنیای واقعی چونم بخوای خونه و ماشین و همین امکاناتو داشته باشی، اینا به نسبت اونا چیز ارزونیه. بعد فرض کنید حالا اگه کسی باشه که تو این دنیا خیلی توانمند نباشه، میتونه توی اون دنیای مجازیه توانمند باشه با صرف هزینه خیلی کمتری. یه نکته، مگه اونجا نباید هزینه بکنی؟ هزینه‌ش هم الان چرا؟ دارم از لحاظ یعنی در تئوری میگم شده. آها. در تئوری شما توی این دنیا خیلی توانمند نباشی، میتونی وارد اون دنیا بشی و اونجا حالا مثلا یه خونه بزرگی داری، چون اونجا که محدودیت نداره که. این توانمندی که داری میگی مالی جسمیه؟ مالی دارم میگم. آها. جسمیش هم هست. من داشتم بیشتر به جسمیش فکر میکردم، من به مالی فکر میکردم، چون میدونم که مثلا یه سری خریدار بخوای اونجا بکنی، مثلا پپسی هم اونجا بخوای بخری، باید مثلا آره میگم اتر بزنی زمین. آره ولی در اتر خیلی من در تئوری همه اینا شدنی. و خب این جالبه دیگه، یعنی تو فرض کن توی یه کشوری هستی که چونم جنگ، بیابی، هوا بده، اینو وی آر میذاری تو چشت، میری وارد یه جایی میشی که خیلی همه چیز اوکی و خوب داره پیش میره، و حالا از 24 ساعت روز مثلا شما 16 ساعتش اون تو باشی دیگه، زندگیت بیشتر اون وره تا این ور. خیلی مثلا thought experiment و اینا روش میتونه انجام بشه، تاثیرات جالبی میتونه داشته باشه. خیلی جالبه. روانشناسه که مسخره میکنه. نه میا همیشه به ما میگه موقعی که گیزی خیلی عجیب میشه، خیلی جالب بود، خیلی جالب. آره بینش هم فکر میکنم جالب بود دیگه، میتونه یه همچین اتفاقاتی بیفته. بعد براتون بگم که فقط خود فیسبوک یا عالم اتا نیستش که روی مفهوم داره کار میکنه، یه عالمه شرکت دیگه هم هستن که دارن همکاری میکنن توی ساختن این دنیای مجازی. کلی شرکت معماری هست، واقعا معمار میشینه خونه طراحی میکنه، بله. خونه رو میرن اون تو میسازن، ولی خب با یه فرق دیگه، اونجا قواعد فیزیکی مثل اینجا نیست، مثلا جاذبه اینجوری نیست، همه چیزشو میتونن دستکاری کنن. خونه، زمین خرید و فروش میشه، اعداد عجیب غریب فرهاد اشاره کرد اونجا با حالا رمز ارز با کریپتوکارنسی شما میتونید خونه خرید و فروش بکنی، زمین بخری. این کار داره انجام میشه، خیلی به عنوان اینوستمنت. حالا هفته پیش ما راجع به NFT صحبت کردیم، توی متاورس مثلا طرف میره زمین میخره، در سالهای آینده ممکنه که این زمینه گرون شه، مثلا یه اتوبان از کنارش رد میشه واقعا گرون میشه. دیجیتال لند میخرن. آره سند باکس و اینا الان یه سری. نکرم خواهش میکنم، چقدر گفتم گوشیاتون رو خاموش کنید. بعد خیلی جالب میتونه باشه. حالا کلن کمپانی فیسبوک خیلی شهرت خوبی نداره به خاطر کارهایی که با داده های مردم میکنه. قبلا هم صحبتشو کردیم، اینا 90 چند درصد سوددهیشون از تبلیغات داره انجام میشه. تبلیغات هم چیه؟ داده من و شما رو اکستراکت میکنه از یه جایی، میفروشه به یه جای دیگه، داره از این طریق پول در میاره، چند بار دادگاه رفتن به خاطرش، همه این داستانا هست. کلا رپیوتیشن خوبی نداره، اصلا خیلی از آدما اصلا دوست ندارن که سهام این شرکت رو داشته باشن به خاطر کاری که کرده. ولی این به کنار، این مفهوم متاورس خیلی قابلیت داره، خیلی کارهای مختلفی توش میشه انجام داد، آینده داره به این سمت میره و چمشیر دولبه، قابلیت خوب میتونه داشته باشه، قابلیت بد میتونه داشته باشه، ولی واقعا خیلی پتانسیل زیادی داره دیگه. مثلا همون مبحث توانمندی که ایمان گفت، پس کن شما توی این دنیا حالا توی اتفاقی مثلا یه عضوی از بدنتون رو نداشته باشه، این اگه خوب اونجا شبیه سازی بشه توی اون محیط، شما میتونید برگردی به حالتی که دوست داری باشی. نمیدونم اگه مشکل مالی اینجا داشته باشی میتونی تو اونجا نداشته باشی. یا فیلم اواتار رو دیده بودی؟ آره اون نمونه باحالی ازشه. آره دیگه وارد یه آره دقیقا همون دیگه، شبیه سازی میکنه، وارد یه دنیای جدید میشی. تأثیرات جالبی میتونه داشته باشه. حالا من واسه اینکه بیشتر آشنا شدم، برداشتم این چند وقت یه چند تا یوتیوب دیدم که آدمای مختلف یه چند روز رفته بودن توی این متاورس زندگی کرده بودن. یه چیزی که من تو جفتش حس کردم، یه دپرشن ضمنی توش بود. داره.
قشنگ تو حس میکردی که خود اونا میگفتن آدمایی که یوتیوبر بودن توی اون محیط دیگه تو معذبی از یه جایی به بعد، اذیت میشی اگه مثلا با دوستات و اینا وارد اون محیط نشی، مثل که خیلی کار زیادی نیست که تو بتونی انجام بدی، خیلی فان نیست. از یه مدت بیشتر هم حالا این ویار رو سر صورتت باشه و هی تو محیط باشی، از چون از حالت انسانگونت خارج شدی کلافه میشی. آره دیگه مثلا چون کووید شد چقدر به همه ما فشار اومد از موندن، اونم اونجوریه. یه سری چیزای عجیب غریبی داره که من حس میکردم این آدمایی که اون تو بودن اذیت شده بودن توی اون چند روزی که توی اون محیط بودن. بعد تکنولوژی هم خب خیلی سریع پیش میره دیگه، الان تمام علمای دیگه باید بدون دنبال تک ببینن این داره کجا میره. ولی من خیلی دوست دارم ببینم روزی رو که حالا علم روانشناسی بیاد تحقیق کنه روی تأثیراتی که یه همچین محیطی روی آدم ها میتونه داشته باشه. خیلی به نظر من میتونه جالب باشه. چیز رو داشتم نگاه میکردم، آقا این مارک زاکربرگ رو دیدی دیگه حرف زدن و اینا، چقدر این آدم عجیبی هستن. روبات هنیشون پارت تایم هیومن. آره به ما انگ میزدن که شما پوکر فیسی. آقای مارک زاکربرگ این لامصب اصلا فیشل اکسپرشن صفر، هیچ. چی به تو میگه پوکر فیسی؟ یه سری ها قبلا گفته بودن با. بعد این لامصب فیشل اکسپرشن که صفر، هیچی نداره، بعد صحبت میکنه خیلی عجیب. احساس میکنم اینا ترین میشن اینطوری، یعنی میره مثلا کلاس ملاس میره که واقعا، یعنی یه تیم هستن که بهش یاد میدن آقا اینطوری باش. نمیدونم چون میدونی مثلا نمیدونم. اگه من برم اونجا میرم 33 نفر رو میکشم سینه فوش، یعنی به خاطر اینکه خب به اعصاب خودم مسلط نیستم و مثلا نمیتونم اینا بهشون واقعا احساس کنم ترین میشه که تو برو فقط چیزی که لازمه رو بگو بیا پایین، هیچ چیزی هم چون میدونی یه کلمه بالا پایین میلیون ها و بیلیون ها دلار جابجا میشه دیگه. آره بالا پایین میشه. اینا از وقتی اسم شرکتشون عوض کردن 250 بیلیون فکر کنم از دست دادن. اینا یه ارنینگشون اومد بیرون یهو تو یه روز سهامشون 25% افتاد. اینو میخواستم بگم که آره این آقای مارک داشت راجع به متاورس صحبت میکرد و آیندهش رو اینا، این میگفت داریم کار میکنیم که آدم ها بهتر به هم کانکت بشن، نمیشن دیگه. ما دیدیم سوشال میدیا اومد همه گفتن به به و چه چه و اینا، ولی در عمل میبینیم آدم ها دورتر میشن که هیچ، اینسکیورتر میشن چون تو همیشه داری بهترین بقیه رو میبینی، بعد معذب میشی دیگه، فکر میکنی واقعا همه تو اون شرایط دارن زندگی میکنن. یه چیز دیگه هم میخواستم بگم که متاسفانه یادم رفت. خیلی وقت این جمله چیزتو نگفتی. آره اون دی میدونن دیگه، اینقدر من گفتم تو ذهنش باشه. واسه کسایی که دفعه اولشونو میشتم بگی. بگی دیگه جمله. تو فضای مجازی که هستی بقیه رو میبینی، بیرون بقیه رو بابا اگه بلد نیستی نگو، جمله رو خراب نکن، بیرون و داخل نداری نکن. میگه ظاهر ریلیشنشیپ بقیه رو، رابطه بقیه رو با باطن رابطه خودت مقایسه نکن. ظاهر زندگی بقیه رو. این دو نفر که سوختن از خودت میگفتی یه جمله هفت کلمه. آره بعد حالا فرض تو میگفتی دیت و اینا، مثلا این اپلیکیشن دیتینگ اومد به نظر تو روابط بهتر شد؟ عالی شد برای بعضی بچه های ما که دوزه شد همه فوز دیتن رانه، یعنی بریم بزنیم بعدی بریم. خب شاید یارو ولی نه من این تو این یک سال گذشته چند نفر رو دیدن، حالا چند نفر مثلا 5 نفر بودن، ولی 5 نفر خب خوبه دیگه که رابطه طولانی مدت دارن از اپ بامبل و یکیشون تیندر. مثلا اینکه بامبل الان خیلی بهتره مثلا یه سری، ولی باحال بود. من خودم شخصا سرویسشیپ بایسه دیگه، شما مثلا اونایی که فیل میشن چون نمیبینی میگم شدن. من اینا رو دیده بودم. بعد حالا تو اینو میگی نمیدونی واقعا کمک میکنه یا بدتر میکنه. باید برای همین میگم این تک چون خیلی سریع پیش میره بقیه علما باید بدون دنبالش، ولی من خیلی دوست دارم ببینم روزی که روانشناسا شروع میکنن تحقیق کردن روی تاثیراتی که همچین محیطایی میتونه روی آدمو داشته باشه. کلا نظرت مثبت به این داستان یا نه؟ من خیلی بیطرفم اون وسط هم میگم یه عالمه قابلیت داره، قشنگ میتونی ببینی چقدر فیچر مختلف میتونه اون تو باشه و واقعا متحول میتونه بکنه همه چی رو، ولی از اون برم خب خیلی جای سوء استفاده هست. و میگم چون حالا خیلی کمپانیای مختلفی دارن روی موضوع کار میکنن، ولی حالا حداقل فیسبوک یا متا که این متاورس رو درست کردن، اینا رپیوتیشن یا شهرت خوبی ندارن، تهش اینا فقط میخوان پول در بیارن دیگه، و برای اون پول در آوردن هر کاری ممکنه دست بزنن. و
برای همین مثلا این تحقیقی که کرده بودن اینا میدونستن که اینستاگرام روی سلامت بچه های یه بازه سنی خاص تینیجر ها آره دختر بچه آره اینا تاثیر منفی داره اینا میدونستن اینا ولی جلوشو نگرفته بودن چرا چون پول دارن از توش در میارن دیگه و خب این دارم همه چیز پوله این تحقیقی پوله که زمینو میچرخونه جالبه تحقیقی که میگی کی اومده که مال اینستاگرام یه سال این من نمونش اپیزود رفتم نه خب اینو میخواستم بگم که الان فکر کنم یه 3-4 ماهی میشه که یه امکان به اینستاگرام اضافه شده حالا دختر یا پسری که زیر فکر کنم 16 سال یا 18 سال باشن کسی ادالت بخواد بهشون پیغام بده نمیتونه بعد حتما فرند هم باشن بعد حتما همو داشته باشن روی اینستاگرام تا بتونن با هم پیغام بدن آها مثلا دختری که اکانت پرایوت داره یه سری چیزا هست که احساس میکنم دیگه خوبه دیگه یه حرکت خوبی بود نظرم مثلا همین چیز مونه مثلا اینکه یوتیوب اومد دیسلایک ها رو برداشت از روی یوتیوب یعنی عددش رو دیگه نمیبینی دیسلایک وجود داره میتونی یه ویدیو رو دیسلایک بکنی نه عکس و اینا واسه هم میفرستادن میتونم چی میگی میدونم ولی آخرش که دیگه راه دیگه طرف پیدا میکنه دیگه اگر که میمنظورم چیه و راهش هست اگه بخوای آره ولی خب هیچ کدوم از راه ها رو نبندی که قطعا راه نه من نمیگم نبندی آره ولی یه یادم اومد که در پی اون بود که این فیچر رو اضافه کنه آره ولی اینم متاورس هم چیز میشه دیگه میگم همه چیز چون مالی میشه گرون میشه نه خونه باید بخرید نه لباس شده الان ما عقبیم میدونید که داش من میگم یه زمین بگیریم تو زندگی ریل تور هست یه چیز هست اسمش نوشته بودی اون موقعی که داشتم به اپیزود فکر میکنم تو ذهنم بود روی کاغذ نمیدونم ولی با چند وقت دیگه توی محیط متاورس میبینیم دوشنبه صبح متاورس که شما بیدار میشی توی اینستاگرام متاورس یه سری ایرانی داریم یه سری استوری میاد برای متاورس ریل تور ایرانی داریم ریل تور تو محیط داره میره صبح سر کار یا فاینانشال ادوایزره و یه استوری گرفته که من خیلی آدم موفقیم و دارم تو متاورس کار میکنم دوشنبه های متاورس این اتفاق میفته با مثلا اینو من نفهم مثلا ایمان یه خونه میخره خونه خفن حالا رو خونه من خیلی دارم فکر میکنم مثلا یه ویکند ما رو دعوت میکنه ما میریم و اینا و خوش قرار بگذره مثلا چیکار میکنی که اونجا آره تو بیا اون با من نگران نباش اکسسوریاش هست وارفتی برگزار میشه اونجا ایمان انتخاب میکنه یه دی جی میاره تو اون آهنگ رو میشنوی شروع میکنی رقصیدن این توهمو به تو میگه تو خونه هست اینطوری آره دیگه ولی اونجا ببین ببین چی خنده دار میشه تو دوربین بذار خودت فیلم بگیر بعد فرداش بذار ببینی خیلی بهت خوش میاد ولی حالا از این دیدگاه ببین مثلا من خنده باشه یعنی خفش بذار من حرفا بزنم چی بگو حرفتو بزن اینو میخوام بگم مثلا من یه آدمی ام که الان مجرد میخوام ریدی تو مینگل خب چی شده مینگلینگ حالا منو مثال بزن مثال دارم میگم مثلا من قراره برم مهمونی ایمان یک دختری رو ببینم ازش خوشم بیاد خب. اون قیافه پیکسلیتد رو من میبینم که جذبه ای نداره واسه من خب چیکار کنم الان نه آخه اپ دیتینگ نیستش که بعد میتونید خب نه میری مسیج میتونید بدون تو شماره تون رد بدن باهاش میتونی حرف بزنی آره حرف میزنی نشون میده که ظاهر رو دیگه اول از باطن آدم ها رو میشناسی آره بابا ظاهر رو حده کشونده اول که بوده عزیزم بیا چند تا چیز با هم بخونیم اینه چرا یه اون اینجوری شد ظاهر امروز همه قاطی کرده جنگ و اینا اینجوری شدی نه دارم میگم خب از ظاهر بعد ظاهرم نه نگاه که میکنی عکس اینستاگرامش میاد اون بغل دیگه بذاری آبشار رو واسه مهمونات بذاری باش نه من ببین بچه هم مثلا میتونی بری اونجا بیلیارد بازی کنی من فقط دافه اسمی دعوت میکنم یعنی تو مهمونیم اینو بدونی چرا اینا رو میگید آردی دو بار کنسرت برگزار شده تو متاورس آریانا گرانده و ترانسکار نه آریانا گرانده که توی تو فورتنایت برگزار کرد تو متاورس نبود نه بعدم گذار جفتشون تو فورتنایت بوده ولی به یه شکلی به هر حال ویرچوال بود اما معنی میده دیگه آره. یعنی تو خونت نشسته بودی ولی کنسرت اونا بود بنی چقدر کتفیشینگ اتفاق میفته تهران توی متاورس کتفیشینگ خیلی زیاد اتفاق میفته مثلا من با این هیکل میرم یه دختر نو به مثلا چیز میشم محمدی بس ادامه مثلا چیز کنم تو که نمیتونی دختر بشی چرا نمیتونه کامل کردن جمله تو گفت محمدی یه دافه مثلا خوشیکل سیکس بک داره ورزشی جمله رو گفت یه دافه نافش میزه محمد
ای خدا میرم اونجا صدام هم نازک میکنم تو جنرال رو کتفیش میکنم تو جنرال لجر هست که شما ایمانی آها نه ببین این خیلی جالبه جالبه گوش بده آره فیسبوک تا قبل از زمانهای اخیر نیاز داشت که شما با اکانت واقعیتون برید وارد متاورس بشید بعد ازشون ایراد گرفتن که بابا اصلا پوینت دنیای جدید و حالا این تکنولوژی جدیدی که میاد اینه که مثلا چون تلگرام میری تو لزوما لازم نیست خودت باشی دیگه هر کسی میتونه باشه یعنی یه اکانت دیگه میتونی درست کنی نمیدونم دیسکورد و اینا هویت واقعیت رو لزومی نداره که نشون بدی فیسبوک نیاز داشت که تو هویت واقعیت رو نشون بدی آره. که لینک میشد به یه جایی حالا ولی اونم آقای زاکربرگ گفتن که دارن ور میدارن یعنی تو دیگه میتونی من میتونم با آره ایمان سیبیل یه دافه اسمی بشن محمدی نه نه خودم به عنوان یه دافه ناب میرم اونجا سیبیلا رو کتفیش میکنم آره میگم دو تتر بده اینستاگرام اکسپتت کنه نه اتر تتر که حالا ما اما تتر شروع میکنی بعد میریم اتر ارزش دافه ناب محمدی که همون $2 میشه کلی پول یه سوشال میدیا اومد قبل اینستاگرام اسمش نت لاین یا یه چیز قرمز بود خلاصه ما اونجا اکانت دختر درست کرده بودیم و همین کاری که ایشون فوه چرا میگیم اینا رو این کاری که ایشون میگه رو ما سالا پیش کردیم چی کار میکردی؟ نتبرگ یه اسم داشت چی میگرفتی؟ چی میدادی؟ همین چت میکردیم آل میکردیم میخندیدیم چه سالیه؟ چه سالی؟ وای وای مثلا پریروز چی خودشو زده به عمران نمیدونه و من که نبودم از اوشیه شب بودی نه و چرا منو میگی 10 سال پیش راحت آقا من میگم این اپیزود تا به جای باریک نره 1 ساعت و نیمه چرا من همش انتظار بیشتری دارم دوست داری بیشتر بشه یه تک رفتی فکر میگم بیشتر آره یه سوال تموم شد اپیزود تو؟ بله آها چون داریم در مورد صحبت میکنم احساس کردم که چون هفته پیش NFT رو صحبت کردیم این NFT ها چجوری تو متاورس چون من شنیدم مثلا این خونه ای که میخری اگر تو مثلا NFT داشته باشی فلان مثلا قابو خریده باشی میتونی تو اونجا داشته باشی میگم از لحاظ تئوری تکنیکلی همه اینا شدنیه هر مفهوم دیجیتالی میتونه منتقل بشه تو اون دنیا حالا NFT که خود تعریف کالای دیجیتال نمیدونم پول دیجیتال همه اینا به راحتی میتونه وارد اون دنیا بشه شما مثلا شبنم عکس فرهاد و NFTشو میخری تو اون خونه میزنی به دیوار خونت هر کیو 10 در 10 فرهادو ببینه بزرگ سانت اینچ متر قرار خونه ها بزرگ باشه دیگه 10 در 10 بزرگ 10 در 10 متر مربع 100 متر مربع فرهاد ناگهان فرهاد پرواز هم میشه کرد تو متاورس آره دیگه فیزیک ممکن نباشه شما فیزیک نیست دیگه اصلا یک ویدیوهایی که زاکربرگ داده بود میره جلسه با همکارا و ایناش اونجا اینا مثلا روی ماه جلسه جاذبه رو خاموش کرده بودن بعد اینا اینجوری فلوت میکردن و مسخره بازی تش مسخره بازی باری کلا آره یعنی بدن دست ما ببین چه تش مسخره بازی یه سری کامنت بخونیم یا بریم برای جلسه بعدی بخون آره کامنت ها بخون چون خیلی دوست دارن کامنت یه نکته بگم در مورد تلگرام و کانال تلگرام من عذرخواهی میکنم از دوستان تلگرامی چون دیدم مسیج هم زده بودن گفته بودن ما رو یادشون رفته کار برای تلگرام و اینا یه سری مشکلات داشتم از سمت کامپیوتر اینا حل شد هفته پیش و به زودی اپیزودا رو میذارم من خدا تلگرام پس اینقدر به ما مثلا میگفتی بده میخوام بزنم بده میخوام بزنم تحت فشار تو قبلی ها رو ندادی همه رو دادم همه رو دادی همه رو از دم همه رو دادی باش فقط فشارشو میذاره کامنت اومده ایمان جان روی کست باکس آخه یه سری هم گفته بودن اصلا کست سلام به دوستان کست باکس گفتن کوگر بخورتت ایمان کست باکس چجوری لاگین میکنید هنوز یادتونه داریم من دیگه خودش لاگینه دیگه اصلا کست باکس کدام یه زمانی قرار بود کامنت های اونجا رو من جواب بدم تو دو سو اخبار میبینم یه کامنت جواب نمیده یه عکس اومده بود تو اینستاگرام باباهای مختلف و جای مختلف دنیا نشون داده بود دست پشت سر پا جلو تلویزیونی که اخبار داره نشون میده چند تا عکس پشت سرم خیلی باحال بود
عاشق اخبارن. دوپامین ها، اخبار وحشتناک دوپامین داره. برا گفتن اینکه فرزاد کنار ایمان نشسته خیلی ترکیب جالبی ایجاد شده، چون وقتی فرزاد خاطره تعریف میکنه میشه عکس برمنهای بانمک ایمان رو دید. ایده هر کدومتون بوده؟ خواستم بگم دمش گرم. الهی گفت شانسی بوده، شانسی بوده، ایده اصلا فکر شده. آره هیچ اینجا فکر شده نیست، نبود اصلا. دوباره اون صدا رو تولید کردی، شکیشو بخون دیگه، نمیدونم چرا داری. گفتم مرسی از کارون که اینقدر NFT رو خوب توضیح داد. و یه کامنت دیگه اومده بود در مورد اپیزود اولت در مورد رمزارزها. بله اونم گفته بودن خیلی خوب توضیح دادی. پیدا نکردیم اپیزود شماره اپیزود رو. چیو؟ اون اپیزود اولی که کارون رفت کریپتوکارنسی رو. خیلی ساده است، بزن کریپتوکارنسی خودکست. سمانه گفته مرسی که هستین جدی با دیدن اپیزوداتون، از خبرهای بعدی که توی ایرانه فاصله میگیرم. خدا کنه که همینم نگیرین ازمون. آره فهمیده های کارونی؟ نه این منظورشون اون خبر تصویب چیز دیگه، یوتیوب یو قطع نشد. آره دارن بچه ها سرچ میکنن اون اپیزود در اینترنت پیدا بکنه. فضای مجلس گفته بود که اپیزود 18 فصل 3 نه فصل 1 دیگه فکر کنم پارت 3 فصل 1 ما راجع به کریپتو سوال 28 دسامبر 2017 آخر فصل 1 بوده. آخر فصل 1 اون موقع که می‌خریدیم. وای الان خریدیم الان نداریم. خریدیم اونجا خریدیم نیست دست نخورید هیچ وقت. خب من یه سوال، اگه الان اونا بهش دسترسی پیدا بشه چقدر مثلا پولش؟ 18 میلیون دلار. نه واقعا 150 دلار. نه بابا من اتریوم داشتم. چی تو کوادریگا؟ مثلا دو تا تو کوادریگا فکر کنم 1 خورده ای داشتم. الان چقدر اتریوم؟ 6000 دلاره. آره هولوش آپدیت نمیدونم. این 19000 دلار بیت کوین هم داشتیم دیگه، بیت کوین و لایت کوین و اینا هم داشتیم. خب الان چی میشه اونجا؟ کنسل رفت بابا، رفت به تموم شد. یه ایمیل براشون اومد، یه عکس زمینه شده بود. نه ما عکسی که آقای پوتین رو باش ساخته بودن. نه من الان اسمم جزء چیزا هست، مدعی العموم هست، مال باختگان. احتمالاً آخرش سرشو میدن بهت بعد اینکه اینا انجام شد. یه اختتامی اپیزود با این. خب خیلی ممنون که تا اینجا اپیزود با ما بودید. ما توی تمام فضای مجازی اسم خودکست، توی تلگرام، توییتر، فیسبوک، اینستاگرام، و اگر که می‌خواید با ما ارتباط مستقیم داشته باشید، ما یک پروفایل داریم توی تلگرام به نام خودکست تاکس که بچه‌ها اونجا بهش دسترسی دارن، می‌تونن جوابتون رو بدن. چون من خودم دسترسی ندارم. خب اینه که نمی‌گفت چرا دوباره ما میریم و پنج شنبه با یه ویزای دیگه برمیگردیم. فعلا خدافظ. 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 این بعد